بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشیم. ناراحت نباشید، نترسید، من امام زمان نشدم، غیب نشدم، من آقای رجبی نشدم، غیب نیستم، فقط امروز یه مقداری دیر رسیدم اینجا و دیگه فرصت این که طبق معمول از دوربین و اینها استفاده کنم متاسفانه نیست. شایدم بهتر چیه به قول این رایان قیافه عبوس و خسته و عصبانی ما رو ببینید. این نمیدونم تصویرهای زیبای ایران، اون به اصطلاح تصویرهایی که بعدن ایشون قراره برای ما ویدیویی درست کنه و ارسال کنه و نشونتون بدیم، شاید جایگزین این صورت خسته. من اینجا رفتم دوستان، این فکر کنم در یزد یه جایی رو الان کردن رستوران و هتل، من رفتم اونجا و خیلی ممنون از اون دوستی که ما رو برد اینجا، نهار بسیار خوبی هم خوردیم. جای شماها هم خالی، این یعنی چی جای شما خالی بود؟ این هم یه تعارف علکیه که باید عوضش کنیم، بگیم شما هم اگر رفتید اونجا سری به این رستوران یا سری به این محل بزنید. حالا اون سر زدن هم یعنی چی؟ یعنی برید سرتون رو بزنید به دیوار؟ عجب دستور زبان فارسی داریم. خب شیر آن پیج یو منیج، دوستان عزیز برنامه سربی با مردم و از کجا هستیم؟ از آمریکا، یو اس ای. امروز هم 13 باورتون میشه رفتم دی ام وی یه چیزی رو به جای 13 جلو خودشون اشتباه نوشتم 14. خانم خیلی قشنگ میگی برو فردا بیا. میگم چرا فردا بیام؟ میگه اینجا نوشتی 14. میگم خب میکنمش 13. میگه نه این سند دولتیه، اگه خطی. گفتم خانم ما 30 سال توی مملکت هستیم، شما هر کسافت کاری خودتون میخواین انجام بدید سند دولتی که هیچ، دولت‌ها و ملت‌های دنیا رو میزنید داغون میکنید، هیچ مشکلی نیست، ولی همچین که ما بیچاره ملت میخوایم یه کاری کنیم. خلاصه بهش میگم آقا خانم اصلا ولش کن، یه سند جدید به من بده. $10 ازمون گرفت. و اما امروز 13 سپتامبر، $10 بابتش جریمه دادم. 13 سپتامبر 2017 است، برابر با 22 شهریور 1396. و اما مهمتر از همه چیز، قبل از همه چیز، من پیام دوستی رو که با ایریا کد 804 لطف کردن زنگ زدم میخواستم پخش کنم، متاسفانه ایشون گفته پیام من پخش نشه، ولی ایشون گفته که من میخوام درباره صحبت‌های آقای آریانپور صحبت کنم و بسیار خوشحالم، چون ایشون میگه آقای آریانپور صحبت‌هاشون به اصطلاح مستند نیست و ایشون میگه که اکثر جاهایی که آقای آریانپور بوده ایشون هم به دلایلی حالا یا تو نیروی دریایی بودن یا هر چی که من نمیدونم، خودشون بهتر توضیح بدن، میگن که ایشون هم اونجا بودن. من قبلا چندین بار با ایشون صحبت کردم و اتفاقا امیدوار بودم که برم به طرف ریچموند و دیداری با ایشون داشته باشم که تا امروز میسر نشد. و اما این پیام ها رو من چون دیر رسیدم همه رو گوش ندادم که ببینم کدومش گفتید پخش بشه کدومش پخش نشه و نمیدونم شروع کنم پخش کنم بعد شما دلگیر میشید میگید من گفته بودم پخش نکنید، چون به نظر میرسه ایشون همین الانم هم از من دلگیر هستن. میگن در مرتبه قبل که من پیام گذاشتم شما یه چیزی گفتید که من دلخور شدم. گفت اگر مهمان مایی تازه دل باش. دوستان شما که 20 سال دیگه منو میشناسید میدونی که یه چیزی که میگم همون چیزی که همون موقع فکر کردم، شاید باید یه مقداری به اصطلاح دیپلمات‌تر، چی میگن، سیاستمداران‌تر عمل کنم، که اونجا اینجا بهش میگن دروغ. سیاستمداری وقتی شما بخوای حرف بزنی یعنی دروغ. و این هم از این ماجرا. ببینم این دوستمون چی میگه، دلم واسه‌تون تنگ شده عزیز. پدرام تن نازی هم شهری خوب من، ما که تو این قوطی هستیم
ما مثل میمونهای توی باغ وحش اینجا نشستیم، شما بیای حالا یک میوهی موزی چیزی از منزلت آورده باشی بدیم ما برات بپریم بالا و پایین، که معمولا دوستان هم کم لطفی میکنن، مخصوصا در ایام تابستان حمایت ها بسیار کم میشه. دوستان لطف کنید حمایت کنید، اگر مخالف گفتای من هستید حمایت کنید، بیان خودتون برنامه بذارید، اشتباهاتی رو که من گفتم، چیزای غلطی رو که من گفتم صحیحش رو به مردم بگید. اگرم موافق برنامه من هستید، خب لا مسلمونا بی انصافا چرا حمایت نمی کنید. و اما یک آقای هست به نام دکتر حمزه پور، اگه اشتباه نکنم اسم کوچیک ایشون هم هست محمد رضا حمزه پور. حالا این خیلی جالب، این آقا اسمش اسم حضرت پیغمبره، به اصطلاح اسم دومش حضرت رضا امام هشتمه، فامیلیش حمزه است، حمزه یار پیغمبر بوده، فکر کنم همونی که از اون میگفته، و ایشون حالا اینجا شده یار این ترامپ دیوانه. دوستان هی به من تماس میگیرن آقا شما که توی واشنگتن هستید چرا با آقای حمزه پور تماس نمیگیرید، چرا با ایشون همکاری نمیکنید؟ گفتم آقا این حرفا چیه، خدا نکنه من با یک فرد دیوانه مثل آقای حمزه پور همکاری کنم، که اون هم با آقای ترامپ همکاری میکنه، دیوانه و دیوانه تر. ولی از اینکه شما میگید چون تو واشنگتن هم با ایشون صحبت کنم، این روزا دیگه مسئله واشنگتن نیست، دیدید من با طرف سوئد صحبت میکنم، هلند صحبت میکنم، یه دفعه با یه نفر تو روسیه صحبت کردم و دیگه اصلا مسئله مکان از بین رفته، و با کمک از اسکایپ و تلفن و اینها از هر جای دنیا میتونیم تماس بگیریم. ولی با همه اینها من چون بارها در برنامه گفتم، اگر هنوز هم کسی هست که از آقای ترامپ به اصطلاح طرفداری و دفاع میکنه، این دوست بیاد تماس بگیره، مهمان ما باشه، با ما صحبت کنه، ببینیم چه منطقی ایشون داره که هنوز از ترامپ طرفداری میکنه و هنوز باور داره که این شیاد بزرگ، این شارلاتانی که تا دیروز 576 تا دروغی رو که از زمانی که رئیس جمهور شده، نه از قبلش، نه از زمانی که انتخاب شده، 8 نوامبر 2016 از جانویه 20 2017، 576 تا دروغ گفته یا چیزایی رو غلط گفته. طرف آمده نشسته یکی یکی اینا رو ورق میزنه. حالا دوستان میگن آقا چرا برای اوباما؟ میگه آقا من اون موقع جوان بودم، مدرسه بودم، اصلا برام مهم نبوده، بعد اون موقع این وسائل نبوده، اون موقع این صفحاتی که به این سادگی را بندازم اینها نبوده. دوستان این خونه ها رو میبینید که هنوز افتخار ما ایرانی ها هست، آقا اینا رو نگه دارید به عنوان ساختمون های باستانی نشون بدید، افتخار کنید. ولی اینکه هنوز مردم مثل زمان عصر حجر توی کوه اینجوری رو سر هم زندگی میکنن، این افتخار داره؟ آقای چمنارا باز برداشتن روی فیسبوک نوشتن، آقای چمنارا شما وقتی یه چیزی میذاری خب باید منتظر، اصلا چرا میذاری اونجا پست میکنی؟ دلیلش اینه که شما میخوای عکس العمل مردم رو ببینی، حالا یا به قول معروف اکشن یا ریاکشن، یا همکاریشون رو یا عکس العملشون رو. یه نفر میاد میگه دروغ بر شما، به 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 پسر فردوسی، خب خوشحال میشی. یکی میاد میگه آقا این ویدیویی که گذاشتی چه دردی از من درمان میکنه، که من بیام یه چیز دروغی رو بگم، آقای رایان هم اصرار کنه که آقا به این مردم دروغ بگو تا خوششون بیاد. بعد شما می‌نویسی نه آقا این نیست، نشد فلان. آقا باید یک کمی تحملتو بالا ببری. شما امروز اگر با 4 نفر که دوست هستی نمیتونی تحمل کنی یه چیزی رو باهات مخالف باشن، به یکیش میگی روزخون، به یکیش میگی نادان، به یکیش میگی کمدان. خود منم این اشکالو دارم، فردا چجوری میتونی با 80 میلیون نفر؟ ضمناً آقای آریان پور لطف کردن، چون آقای چمنارا پاسخ به ایشون دادن، آقای آریان پورم یک نوشته ای نوشتن، من یه قسمتشو برای شما میخونم، چون این رو برای آقای چمنارا نوشتن و لطف کردن به من هم به اصطلاح سی سی کردن. من یه پاراگرافشو میخونم دوستان، فکر کنم پاراگراف رو توی
فارسی میشه بگیم یک قطعه ایش رو میخونم. حالا اگه چیز دیگه‌ای به جای پاراگراف هست لطف کنید به من بگید. دیدید مثلا من اون روز توی یک کلمه ساده‌ای به نام الجی که تلویزیون الجی هم داریم فکر کردم میشه لجن اینها، آقای چمنارا گفت نه جلبک. حالا جلبک همون لجنه، ها دیگه یه چیزی میمونه. من یه آبی ریخته بودم اینجا حدود یک هفته، امروز صبح دیدم یه چیزایی مثل ماهی توش درست شده. واقعا این از کجا میاد؟ چجوریه؟ اونایی که به خدا باور دارین بیان توضیح بدید، آیا خدا خواسته که من آب بریزم تو این بعد چهار روز یه چیزی حیوان توش درست بشه؟ اونایی که به داروین اعتقاد دارین بیان برای من توضیح بدید چجوریه این داروین این سلول ها یا نمیدونم تکسلولی جانورانه یا موجودات تکسلولی کجا بودن چجور درست شدن اینها، و بحث و صحبت های تلویزیون مردم رو هر جوری که شما دوست دارید عوض کنید، ببرید اونجایی که میخواین. به من نگید حرف شما رو بزنم، شما بیان حرف خودتونو بزنید. آقا خانم از این بهتر؟ مگه شما به آخوند نمیگی پدر سوخته به ما آزادی بده تا ما حرفمونو بزنیم؟ خب ما اینجا به شما آزادی میدیم تا حرفتونو بزنیم، شما میای میگی نه اول اجازه بده من خفت کنم. خب اگه منو خفه کنی که دیگه این تلویزیون نیستش که. ای بابا چقدر ما نادانیم. این کلمه نادان کلمه بدی نیست، اتفاقا بهتون نشون میدم امروز روی یک فیسبوکی آقای علی ترابی شاهد من، دیگران شاهد من، نوشتم دوستانی که من رو میشناسید در 20 سال گذشته میدونید من یه آدم نادان و در یادگیری هم بسیار آهسته و تنبل هستم، شما بیان برای من توضیح بدید این ویدیویی که آقای چمنارا گذاشته چه دردی از ما درمون میکنه. اینم از این. به به همشهریمون هم آمد، آقا خیلی خوش آمدی، ولی هی از این شاخ به اون شاخ نپریا، بشین گوش کن. اون روز هم تو برنامه گفتم چندین پیام گذاشتی، ممنون و متشکرم، ولی همینقدر که وقت میذاری این پیام ها رو میذاری باور کن شما میتونستی روزی روزی 5 دقیقه برنامه خوب اجرا کنی. بگذاریم و برویم سراغ آقای آریانپور و نامه‌ای که در پاسخ به آقای چمنارا ایشون نوشتن. آقای مهندس سهراب چمنارا، دوست و هموطن گرامی، با عرض سلام حضور جناب عالی و تشکر از فعالیت‌های پیگیرانه شما برای رفع مشکلات کشور عزیزمان ایران، سوال من در مورد سوابق خدمتی سرکار در حقیقت چنین بود و به خوبی آگاهم که سرکار بهتر از هر کسی می‌دانید که هنگامی فردی در سازمانی چه دولتی و چه شخصی شروع به کار می‌کند و از حقوق و مزایای استفاده می‌کند، اکثر کارهای روزانه ای را که او انجام می‌دهد در حقیقت انجام وظیفه است و آن شخص نمیتواند نام خدمت را روی آن بگذارد. ببخشید عذر میخوام. بله، نمیتواند نام خدمت را روی آن بگذارد. دوستانی همون توضیحی که من گفتم، خود من نمیدونستم چه چیزی انجام وظیفه است، چه چیزی خدمت به خلق، خدمت به ملت. آقای آریانپور این توضیحی که دادن به نظر من درست بود تا زمانی که آقای افشارها، دکتر کاظم افشارها آمدن و گفتن نه خیر اون درست نیست، اینجوریه، و ایشون هم توضیح خودشو داد و هر کسی هر باوری داره بیاد بگه. در صورت خدمت کاری است که یک فرد با ابتکار شخصی و بدون آن که به وظایف روزانش ارتباطی داشته باشد و بدون داشتن انتظاری برای دریافت پاداش، نشان، ارتقا درجه و شغل و غیره انجام دهد، از دید همه کس نام آن کار را میتوان خدمت گذاشت. بهترین نمونه برای تعریف کلمه خدمت، خاصه برای شما که فرزند یک امیر زحمتکش و وفادار ارتش بوده اید، سربازان وظیفه را میتوان یاد کرد که 2 سال از عمر گرانبهای جوانی خود را بدون دریافت دیناری حقوق و مزایا و امتیاز و ارتقاء درجه و غیره مخلصانه در اختیار کشورمان قرار می‌دادند، در حالی که همه درجه داران، افسران و کارمندانی که در ارتش مشغول فعالیت بودند فقط انجام وظیفه می‌کردند و نه خدمت.
البته من در مورد نحوه انجام وظیفه آنها نیز شک و تردید دارم، چون اگر وظایفشان را به درستی انجام داده بودند در طول عمر ارتش شاهنشاهی ایران از سال 1302 تا 1357 یعنی 55 سال که سالیانه در هر سال حدود 100 هزار سرباز وظیفه جمعاً بالغ بر 6 میلیون جوان ناراضی را پس از 2 سال تلف کردن عمرشان وارد جامعه ایران نمودیم و همینها بودند که به دنبال آخوند بی سواد به راه افتاده و انقلاب را به ثمر رسانده و شاه را فراری دادند. این مقاله را اگه کسی میخواد ایمیل بزنه برای آقای آریانپور براشون ارسال میکنن. و برگردیم به این آقای دکتر حمزه‌پور. ما شماره تلفنی رو که از دکتر حمزه‌پور داشتیم تماس گرفتیم. طبق معمول این دوستان نمیدونم پول تلفنشون رو نمیدن، نمیدونم از دست مزاحما، از دست زنای قبلیشون هی شماره تلفن عوض میکنن. بگذاریم، گفت این شماره تلفن کار نمیکنه. تماس گرفتیم با یکی از دوستانمون، گفتم شماره تلفن آقای حمزه‌پور رو میخوام. ایشون لطف کرد شماره تلفن حمزه‌پور رو داد و من زنگ زدم، طبق معمول سلام کردم، خودم معرفی کردم. خدا چشمش میگن روز بعد نصیبتون نشه. این آقا مثل این که کوکش کرده بودن از کوک در رفت و شروع کرد میگم آقای حمزه‌پور من به شما تماس گرفتم، شما ادب حکم میکنه که گوش بدی ببینی من برای چی تماس گرفتم. مردم اینجوری میگن و من میخوام ببینم اگه شما هنوز طرفدار ترامپ هستین باهاتون مصاحبه کنم. اگه عاقل شدی و فهمیدی که اون شارلاتانه کاری با شما ندارم. ولی هنوز آقا این کلمه هنوز که ما گفتیم انگار که ما خنجری بر دل نداشته ایشون زدیم و ایشون گفت هنوز من 38 سال شکست خوردم. فکر کردم میخواد بگی من از 38 سال پیش طرفدار ترامپ احمق بودم. 38 سال شکست خوردم، حالا 1.5 سال پیروز شدم. گفتم آقا پیروز کجا پیروز شدید؟ آمدید یک نادانی رو فرستادید توی وایت هاوس که هم خودش هم فامیلش رو به درد سر انداخته و همه اطرافیانش رو به جای این که قرار بود بیاد اینجا باتلاق رو خالی کنه همه اطرافیانش رو با خودش داره میکشه توی باتلاق. و چه نجاتی شما پیدا کردید؟ ضمناً برای من نمیخواد حرف بزنید، من الان وقت ندارم. من میخوام شما اگر میخوای مهمون ما باشی، میگی شما برو رادیو تلویزیون کانال 10 فیرفکس. گفتم آقا من اصلا فیرفکس پابلیک اکسس شروع کردم 20 سال پیش، من از اونجا شروع کردم به کار، همون موقعی که FAS بود بعدن حالا شده FPA فیرفکس پابلیک اکسس. و اصلا این حرفی که شما میزنی من رو یاده آقای حخا که اونم شارلاتان و دروغگوی مثل شما بود میندازه که من بهش گفتم آقای حخا شما از کجا دکترا گرفتی، در چه رشته‌ای؟ به من میگه برو 28 ساعت برنامه های این شمیرانی سعید شمیرانی دیوانه رو نگاه کن. و من آقا کجای دنیا یه نفر به یکی میگه بیا مصاحبه، طرف بهش میگه برو مصاحبه من اونجا، یا میگن چشم میام خیلی ممنون که دعوت کردید، یا میگن خیلی ممنون که دعوت کردید من نمیام، من ترسو هستم، من بزدل هستم، من طاقت شنیدن حقایق رو ندارم. خلاصه دوستان عزیز جواب شما که از من پرسیده بودید چرا آقای آها به من میگه که من 6000 اسکوئر فیت رفتم آفیس گذاشتم برای ترامپ، میگم به من چه؟ مگه من زنگ زدم میخوام ازت خونه بخرم؟ برو 100000 تا بذار، چه فایده ای داره وقتی هیچ عملی توش انجام نشده؟ ترامپی که آخرش مجبور شده بیاد از دموکرات ها کمک بگیره بلکه نجاتش بدن، یه برنامه بذارن برای فعلا پول قرض کردن تا 3 ماه دیگه. خلاصه دوستان اینا یه عده آدمای دیوانه، آدمایی هستن که منتظرن یک جایی، وقتا میگفتن یه نفر مرده باشه اینا دندون تلاشو بکشن، اینا هم همینن. خب حالا اسم مرده آمد، اجازه بدید یه یادی کنیم از این آقای دکتر علیرضا ربیع یا ربیعی که من اول فکر میکردم فامیل و اسم ایشون ربی هست. بعد و شرح حال ایشون هم خیلی جالبه، من از طریق کانون و از همون طریق اون رادیو تلویزیون FPA با ایشون آشنا شدم
و جالب این بود که وقتی این آقا رفت ایران چند مدتی اونجا موند و بعد برگشت اینجا، همه به هم پچ پچ کنن میگفتن آقا این مأمور جمهوری اسلامیه، ولی همچین که بنده خدا سرش رو گذاشت زمین و فوت شد و از دنیا رفت، همه گفتن آقا عجب مرد خوبی بود، عجب انسان شریفی بود. برید رو فیسبوک، من نوشتم تا دیروز خیلی از دوستان میگفتن این مزدوره، امروز که مرد همه میگن که چنین و چنان. دلیلی که من این عکس رو نشون میدم، گویا خانواده ایشون، دوستان ایشون روز جمعه که پس فردا هست، امروز 22 شهریوره، ولی توی این آگهی نوشته روز جمعه 24/6/96 یه مجلس خط میگذاشتن، مجلس یادبودی گذاشتن. و جالب اینه که در تهران هست، اگر صدای ما را شما در تهران میشنوید، درست برعکس آقای چمنارا که میگه این تلویزیون 5 بیننده داره، ولی خودش میگه 100 تا حالا از همین تلویزیون دشمن پیدا کردم، دوستا رو نمیگه چند تا. اگر کسی میخواد بره، این آقای دکتر علیرضا ربیع با نهایت تأسف و تأسف در گذشت استاد فرهیخته مرحوم مقفو شادروان، دکتر علیرضا ربیع را به اطلاع کلیه دوستان، آشنایان و جامعه علمی و فرهنگی کشور میرساند. به همین مناسبت مراسم بزرگداشت در روز بزرگداشت یا یاد بود دیگه وقتی فوت شده بنده خدا چون، در روز جمعه 24/6/96 از ساعت 6 بعد از ظهر تا 7:30 در مسجد جامع شهرک غرب، واقع در شهرک غرب میدان صنعت، بعد از بلوار فرهزادی خیابان حسن سیف برگزار می‌گردد. حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و موجب تسلی خاطر دل بازماندگان خواهد شد. از طرف خانواده‌های سید ربیع، قادری، شفیعی، ملکشاهی، وطنورزان، بهینیا، بزرگی، زینعلی و سایر وابستگان. دوستان ما اینو پول نگرفتیم تبلیغ کنیم، مجانی خوندیم. امیدواریم شما نمیری، ولی اگه مردی خانوادت برای ما آگهی تو بفرسه، مجانی میخونیم. و اما در چند روز گذشته توی خبرها، بعضیا به خبرها به جایی که بگن اخبار جمعش رو ببندن میگن توی اخبارها، خود منم اشتباه میکنم، اخبار خودش جمعه دیگه، لازم نیست. در اخبار یا در خبرها آمده بود که یه شرکتی به نام اکوفکس که خبر از چی میده به شما، مثلا میگه که این کسی که میخواد بیاد خونت رو اجاره کنه آدم خوبی نیست از لحاظ اعتبار، این پول این اونو خورده چنین و چنان، و یا شما میخوای بری ماشین بخری، کردیت و اعتبار خودت رو اول اونجا چک میکنی. میگن دوستان گوش کنی، نزدیک به 165 میلیون نفر از سوشال سکیوریتی اینها رو این شرکت به اصطلاح چی میگیم، اینا که گم نکردن، یه نفر، یه کسی، یه شرکتی آمده هک کرده و اطلاعات اینها به سرقت رفته. تا اینجا این مطلب این چیز جدیدی نیست، هر روز اتفاق میفته، ولی از اینجا به بعد رو بشنوید و از اینجا به بعد این نوشته رو با دقت بخون. میگه که شما اگر میخواین ببینید که آیا شما هم جزو این 160 میلیون هستید یا نه، اولا این خیلی احمقانه است، چون توی آمریکا وقتی 330 میلیون جمعیت داره، احتمالاً 160 میلیونش هست که فقط کردیت کارت داره، اینفورمیشن داره، فلان اینها، باقی اصلا بچه هستن و پیر هستن و اینها، کاری به این چیزا نداره. حالا بمانه، به شما و من میگه که شما بیا فامیلی تو بنویس، شماره سوشال سکیوریتی هم بنویس و ما بهت میگیم که آیا شما جز اون 160 میلیون بودید یا نبودید، ولی شما برید هر اسمی میخواین بنویسید، یه جواب میده و جوابش اینه Thank you، متشکرم. Based on the information provided، میگه بر اساس اطلاعاتی که شما به ما دادید، We believe that your personal information may have been impacted by this incident. میگه ما باور داریم که اطلاعات شخصی شما ممکنه تو این تصادفی که پیش اومده، اینسیدنت شدتش از اکسیدنت کمتره.
تو این تصادفی که پیش اومده و حک شده ما فکر میکنیم شما هم یکی از اونها بودید. بعد اینجا جالبه، میگه click the button below to continue your enrollment in trusted، اینو گوش کنید، trusted ID premier. trusted یعنی مطمئن. بعد میگه حالا که شما ما اطلاعات شخصیتون رو به باد دادیم و خدا میدونه چه روز سیاهی در انتظارتونه، اون رو ولش کن، شما بیا فعلا اینجا رو یه دکمه کلیک کن، این باتن هم یعنی دکمه، این دکمه رو شما کلیک کن، ایکان هم میگن، نمیدونم چیزای دیگه هم میگن، و ما بهت میگیم. خلاصه اینو که شما میزنی، بعد میگه حالا اسمتو بگو، فامیلتو بگو، آدرستو بگو، سوشال سکیوریتیتو بگو، چند سال تو این خونه هستی، چه کار کردی. میگم ای نگاه کن، ای نگاه کن به قول شیرازی ها، ای بابا تو اگر تا امروز منو نمیشناسی، مشخصات منو نداری، پدر سوخته چرا میگه مشخصات شما ممکنه تو این تصادف به تحت تاثیر قرار گرفته باشه یا بهش ضربه وارد شده باشه؟ اگرم منو میشناسی، مشخصات منو داری، چرا حالا میگی بیا همه رو دوباره بنویس؟ واقعا روزگار غریبی است نازنین، و چه باید کرد من نمیدونم. شما اگه میدونید بیاین تو برنامه بگید تا دیگران هم متوجه بشون. بله ببینیم این چیه. آقای جلوگیری از اقدام جدایی این بخش از ایران به عنوان کردستان آزاد و یا هر نام دیگری بسیار آسان است. کردستان عراق راه به دریا ندارد و در بین سرزمین‌ها. بله این آقای آریانپور نوشتن. میدونید که الان یه چیزی راه افتاده، یه عده میگن جدایی طلب، یه عده میگن خودفرمانی، نه یه چیزی میگن خدایا، که یعنی اختیار مثلا حکومت، اختیار شهر و دیار خودمون رو خودمون داشته باشیم. بعد تا این حرف زدن اونای دیگه میگن اینا تجزیه طلبن، اینا جدا طلبن. ضمناً آقای چمنارا یه چیزی نوشتن که متاسفانه خیلی غلط و اشتباهه. آقای چمنارا من چیکار به تجزیه طلبا دارم؟ آقا چیکار به پانیرانیست دارم؟ چیکار به پانتورک دارم؟ هر کسی به نظر من حق داره بیاد تبلیغ کنه. آقا اگه ایران و دولت ایران حق کردها رو نمیده، خودمختاری، اون کلمه که دنبالش میگشتم خودمختاری، اگه حق کردها رو نمیده، اگه حق ترکا رو نمیده، اگه حق شیرازی ها رو نمیده، اگه حق لورا رو نمیده، حق بلوچ رو نمیده، حق عرب رو نمیده، به من و شما چه؟ بذارین بیان حرف بزنن، بذارین بیان تبلیغ کنن، بگن ملت شما اگه آمدی ما جدا شدیم، خودمختار شدیم، ما روزی اینقدر به شما میدیم. مگه شما قبول ندارین که مردم آگاه هستن؟ این چیه برداشتید نوشتید؟ در تلویزیون مردم مصاحبه ای داشتم آقای سوربین، من آقا چیکار آقای زیادین صدرالاشرافی داره، ایشون بارها مهمان برنامه من بودن، به نظر من ایشون آدم فرهیخته و باسوادیه، خود شما با ایشون دوست بودی و این خلاف جوانمردی و دوستی هست که آدم چون یه نفر برخلاف عقیدش صحبت میکنه بیاد اتهام بهش بزنه. آقای ضیا صدرالاشرافی بارها گفته آقا من تجزیه طلب نیستم. فرض بگیریم که هست، آقا به من و شما چه؟ این همه کشور جدا شده، این همه کشورهای دنیا به هم چسبیدن، جدا شدن، جنگ شده، مگه به من و شما مربوطه؟ هر کسی حق داره. آقای ضیا صدرالاشرافی که من باور دارم و مطمئنم تجزیه طلب نیست، گیرم که فردا یک برنامه‌ای بذاره توی تلویزیون مردم و صحبت کنه از اینکه میخواد ایران، میخواد نمیدونم کجا رو میخواد جدا کنه. برای ترکا دوستان کجا رو باید جدا کنیم از ایران؟ ترکی که من میرم بندرعباس توی اون گرمایی که عرب نمیتونه کار کنه، آقای ترکه اونجا رستوران زده، پای گرما داره کار میکنه، اونو میخواد جدا کنه؟ ترکی که توی بازار تهران، ترکی که توی شیراز، ترکی که همه جای ایران هست، کجا رو میخوان جدا کنن؟ آقای چمنارا عزیز دل برادر، به قول معروف یک کمی مهربانتر باش، یک کمی ریلکس تر باش، یک کمی کام تر باش، و به نظر من شما به جای این که بیای بگی همه اشتباه میکنن و غلط میگن، شما بیاین بگین این حرف درستتون چیه، اجازه بدید مردم قضاوت کنن. اینم از این. و یه فیلمی از آخوند دانشمند، ویدیویی که
این دوست اون آقای مهدی. آقا مهدی، من اسم و فامیل شما رو متاسفانه نمیتونم درست به اصطلاح تلفظ کنم، حالا به دوستان هم نشون میدم. اینم یکی از اشکالهای فارسی است که وقتی اسم و فامیل اونه، من خودم سوربی هستم، بعضیا به میگن سرابی، بعضیا به میگن سهرابی، و اب نداره، خیلی ساده قشنگ. امروز یه آقای با من تماس گرفت گفت که اینجوری، بعد بهش گفتم آقا فامیلی من سوربیه، به خاطر همون سرب و اینا، و تو شیراز هم به ما میگن میگفتن سروبی. این هم از این مات. بذارید من این آقا مهدی که این ویدیوی خوب رو گذاشته پیدا کنم. بله ببینید، مهدی خوش، شما دوستان اینو چی میخونید؟ که تبلیغ مجانی هم برای آقا مهدی، البته من نمیفهمم، اینجا نوشتن مهدی، بعد اینجا عکس یک خانمی هست، اینجا عکس یک بچه‌ای هست، و اب نداره دیگه. حالا ما هم این سعدی همشهری عزیز من گفت که زندگی رو دو بار باید انجام بدیم، با یکی تجربه آموختن، با دیگری تجربه بردن به کار. شاید در زندگی بعدیمون ما یاد بگیریم که از فیسبوک به عنوان فیس صورت و بوک استفاده کنیم تا دیگران هم بتونن پیدا کنن. شما دوستان این اسم رو چی میخونید؟ مهدی خوش، خوش خرام یعنی خرامیدن، میدونید که مثلا آهو با اون زیبایی، یا غزال وقتی راه میره در کوه و دشت و چمن نمیگن راه میره، میگن میخرامد. این کلمه خرامیدنم نمیدونم، اینه خوش خرام. به نظر من اگه جدا جدا بنویسید بهتر میشه انجام تلفظش کنیم. ضمناً اگه ای رو به جای ا استفاده میکنیم یکی، ولی اگه به جای ا استفاده میکنیم یا دوتا بنویسیم یا بزرگ بنویسیم که اصلا اشتباه نشه. یعنی من باور دارم مثلا این اسم آقای مهدی خوش خرام، خرامیدن باید اینجوری باشه خرام، یا اینجوری باشه خرام، که دیگه بدونیم. من این کار برای آقای چمنارا کردم، دیدم ایشونم بعد همینجوری می‌نویسه چمن، ببینید آرا، چون آرا بزرگ می‌نویسی دیگه طرف میدونه چیه. بله مهدی خوش خرام. حسین لاجوردی، دکتر جون سلام، آقای حسین لاجوردی از فرانسه با ما هستن. آقا هنوزم والیبال میری؟ تو رو خدا بیا اینجا من یکم ببر والیبال، بلکه از روزای دوشنبه برنامه تعطیل کنیم و یک کمی به خودمون به ورزش و اینها برسیم. دوستان عزیز آقای دکتر حسین لاجوردی، صفحاتشون روی فیسبوک و برنامه‌هاشون روی تلویزیون‌های مختلف ببینید. الان مدت هاست که دیگه من نمیدونم ایشون برنامه داره یا نه، همیشه به ایشون و دوستانشون گفتن که میتونن از تلویزیون مردم هم استفاده کنن. گفتم یه دفعه ما به یه نفر گفتیم صاحب اون تلویزیون، نه آقای امیدوار نمیگم، آقای تلویزیون دیگه بود، گفت آقا دیگه مشتریای ما رو برمیداری؟ گفتم مشتریای شما کجا بودن؟ بعد این مشتریا مگه سیبن یا هلوان که ما برداریم؟ گفتم چیه؟ گفت بهش گفتی میتونه بیاد اینجا هم برنامه داشته باشه. گفتم تو فارسی بلدی؟ اینجا هم برنامه اینجا هم یعنی چی؟ یعنی هم اونجا باش، اینجا هم برنامه داشته باش. در اصل آقای لاجوردی اگه برای ما بنویسی کدوم کانال چه روزی برنامه داری، ما این رو براتون مجانی تبلیغ میکنیم. ما اینجا درست برعکس تلویزیونای دیگه که به خودشون اطمینان ندارن و میترسن اسم دیگران رو ببرن، با شجاعت و شهامت اسامی رو میگیم و به مردم میگیم که آقا آقای لاجوردی تو این ساعت اونجا برنامه داره، شما دوست داری برو ایشون رو نگاه کن، دوست نداری برو آقای میبادی رو نگاه کن، دوست نداری بیا سوربی رو نگاه کن، و الی آخر. خیلی ممنونم که شما اسم این دوستمون رو نوشتید، ایشون نوشتن مهدی خوش خرام. ممنونم از آقای مهدی خوش خرام، ممنونم از آقای دکتر لاجوردی. حالا اجازه بدید من این فیلم رو بهتون نشون بدم. این آقای دانشمند وقتی که جوانتر بود و شروع کرده بود صحبتاش، آقای چیز منو یاد یه آخوندی مینداخت که قبل از انقلاب مثلا میشه بگیم سالهای 50 و اینها، الانم اسمش یادم نیست. من اون موقع وقتی صحبتهای این آقا رو میشنیدم خیلی لذت میبردم،
چون حرفایی میزد. میدونید آخوندها خیلی زیرکن، خیلی باهوشن، خیلی پدرسوخته هستن، هر جور که شما دلش میخواد. مثلا ما به یکی میگیم زرنگ، اون یکی میگه آقا زرنگ یعنی چی؟ یعنی سوء استفاده میکنه. میگیم نه بابا، مثلا تو شیراز به یک کسی که زیرک و باهوشه میگیم زرنگ. حالا شما تهرونی ها به زرنگ به کسی میگید که لابد کلا برداره، من چه میدونم دیگه. در هر صورت یادم نیست اون آقا کی بود، فامیلش الان یادم رفته، ولی خیلی معروف شده بود. اینها کسی بود که فریاد میزد به سر شاه که آقا حالا دو تا بیمارستان درست کردی، به مردم پوز میدی، تو جنگل های آمازون نمیدونم کلینیک های بهتر از اینجا هست و چنین و چنان، و میبینیم حالا که آخونده اومدن همون چهار تا بیمارستان فلان اینها هم وضعشون بدتر شده. من حتی شنیدم که اون روز میگفت که ما کمک کنیم به بیمارانی که جلوی بیمارستان قلب امام خمینی، حالا من نمیدونم امام خمینی که تو ایران بوده بیمارستان بسازه، و بیمارستان قلب امام خمینی چرا جلویش مردم نشستن منتظر. اجازه بدید که ضمن تشکر از این دوستمون بریم و این ویدیو رو با هم ببینیم. البته میدونید که اصل معنی به اصطلاح تلویزیون اینها اینه که یه مقداری اگزاجوریشن یا مبالغه یا اغراق باشه و الا به دل نمیشینه. حالا ببینیم که این حاج آقا چی میگه. یک لحظه ببخشید. زنا لختن. نه از اول، از اول. حالا که زنا لختن از اول. یه جوونی به من میگفت چرا تو خارج که این همه زنا لختن، این همه شراب میخورن، این همه کاباره، این همه دیسکو، این همه نم چی، چرا اینقدر برف و بارون میان، بازارشون روز به اون دلار داره میره بالا، ما هم که زنامون هی به حجاب دیر میدید شما خوندا، حجاب بارون میاره، اونا که ندارن به چنگه بارون دارن. عزیزم خارج و غرب لخ بودن و حرام نمیدونه، شراب خوردن و حرام نمیدونه، سه چیزو حرام میدونه، دروغ گفتن و حتی بکشیشون. مردم دروغ نمیگن به هم دیگه، خلاف قانون رو، خلاف اخلاق رو، به اون چی که قبول کردن عمل میکنن، به اون چی که باور دارن عمل میکنن. ما به اون چی که باور داریم عمل میکنیم؟ ما قیامت رو باور داریم، ما اگه قیامت رو قبول نداشتیم چیکار میکردیم؟ قبول داریم و اینیم، ما امام حسین رو قبول داریم و اینیم، اگه امام حسین رو قبول نداشتیم دیگه چیکار میکردیم؟ ما شیعه ایم و اینی، اگه نبودیم چه میکردیم؟ ما روزه میاییم و اینی، نماز میخونیم و اینجوری، خدا رو قبول داریم و اینقدر راحت حرف میزنیم. اگه خدا رو قبول نکرده بودیم و نداشتیم دیگه چیکار میکردیم؟ تو که مال مردم رو میخوریم، آبرو مردم هم که میبریم، به هر کیم که دلت خواست زنده و مرده تهمت میزنی. خدا رو قبول داری؟ کدوم خدا؟ کدوم دین؟ کدوم امام حسین؟ اینا وضع زندگی مونه، این موتور سواری مون، اون ماشین سواری مون، اون زندگی مون، این همسایه داری مون، اون مشتری داری مون، این اداره جات مون، اون شهر داری مون، اون فرمون داری مون، این دولتمون، این آبشارشمون، این حوزمون، این خیابونمون، اون جشنمون، این عزامون، یه جا سالم داریم ما؟ یه جا سالم که این توش نباشه هست؟ هر جا بهش میرسیم این جندش بالاست. اون مومنی غذاییمون، اون مجلسمون، اون دولتمون، اون وزارت خونه هامون، این اداره جاتمون، این سبک زندگیمون، اون زندانمون، اون آمار طلاقمون، اون اعتیادمون، اون وضع کارمون، اون وضع کاسبیمون، اون وضع کارخونه هامون، اون وضع مدیرانمون، این وضع کارگریمون، اون وضع حجابمون، یک از سالم داریم؟ هزار تا میشه گرفت
آیه اوزون رو چهر دادیم. خب حالا دوستان اینو داشته باشی، این همون آقای به اصطلاح حجت الاسلامیه که درباره جوونا و درباره عرق خوردن ایرانی ها و این هم صحبت کرده و من گفتم چه خوب بالاخره یکی پیدا شد. ممنونم از این دوستمون نوشته فلسفی. نه آقا من فلسفی اصلا کاراش میکنه. کافی نخجوان و مکارم شیرازی، فکر کنم آقای نخجوان بود، نمیدونم. در هر صورت میدونید اینا توی برهه از زمان هر کدومشون میان یه صحبتی میکنن مشهور میشن، بعد اونایی که بدن اینا رو میبرن یا با پول یا با ترس و واهمه خفشون میکنن. یه آخوند مشهدی هم هست خیلی قشنگ، از موقعی که جوان بوده ویدیوهاش هست که میگفت راجع به حج رفتن و اینها. و این آقای دانشمند که ادعای دانشمند بودن هم میکنه و از همه چی ایراد میگیره، باورتون میشه میگه که تمام سنی ها حرامزاده هستن چون نمیدونم اشهد ان لا فلان نگفتن یا یه دلیلی برای خودش. خب یه آخوندی که این همه حرف خوب زده، انتقاد از دولت کرده، من شما رو متوجه خودش کرده، یه دفعه میاد یه همچین خرابکاری میکنه که آقا خدا حضرت علی هم که سنی بوده، تمام اینها تا موقعی که دین رسیده به ایران که اینها سنی بودن، پس همه حرامزاده بودن. کارمون خیلی خرابه. باز ممنونم از دوستمون آقای علی آقا آمد، ولی اجازه بدیم من یک نگاهی به فیسبوک بکنم. بازم از رایان ممنونم چون ایرادی که گرفت که آقا همش نشستی اونجا یه نفره، این رادیو تصویریه، شاید باعث بشه که ما یک کمی این دوستانی رو که مثل آقای امیر ابراهیمی، این آقای امیر فرشاد ابراهیمی نیست چون نمیدونم اون میمسه امیر فرشاد ابراهیمی، در هر صورت دوستان این عکس گل و گیاه، بز و شیر و خورشید و اینها رو بذارید یه جای دیگه استفاده کنید. فیسبوک رو این میشناسم، آقای امیر ابراهیمی، بله بابا دوستمونه. چرا من فکر میکردم اسم شما اصغر ابراهیمیه؟ بذارید من این صفحه شونم نشون بدم، اصلا یه کاری بکنیم، هر کسی برای ما تماس گرفت یه صفحه شم نشون بدیم، یه تبلیغ خشک و خالی مجانی، بعدم اونا اگه دوست داشتن $10، $20، $100، $1000، $2,000,000 بفرستن. من فکر کنم این آقاست، آقای ابراهیمی، و نمیدونم چرا من فکر میکردم اسمش امیر ابراهیمی. آقای ابراهیمی عزیز، من فکر میکنم شما عکس خودت رو باید اینجا بذاری، اون عکسای دیگر رو میتونید اینجا بذارید، جزء فوتو بذارید و هر جوری که دوست دارید. در صد ممنونم که ما تماس گرفتید. نوشته ایشون رو اجازه بدید بخونیم دوستان، ببینیم که ایشون در رابطه با همین تجزیه طلب ها و اینها، به نظر میرسه که آقای چمنارا بنده تنها نیستم، چون قبلا هم توی برنامه‌های مختلف حتی 15-16 سال پیش وقتی من گفتم، یه نفر گفت آقا اگه یه پدری یه مادری به بچه هاشون خوراک ندادن، این بچه رفت خونه همسایه خوراک خورد و همسایه انقدر زبل بود که خوراک خوب بهش داد، یه نوشابم بهش داد، گفت آقا اگه بیای اینجا هر روز همینه، این تقصیر باباشه که بهش خوراک نداده و داشته، یا تقصیر همسایش؟ به نظر من تقصیر باباشه، تقصیر خانوادهشه، تقصیر ایرانه که اون کردی رو که کول بره تیر میزنه تو سرش، تیر میزنه تو پاش، فلجش میکنه. ضمناً از خانم مینا ممنونم، منتظر آقای فرزاد عزیزی هستم که پاسخ بدن در رابطه با این که با اون آقایی که داره فلج میشه یا خطر فلجی داره تهدیدش میکنه چجوری میشه کمک کنیم. مرسی، متشکرم. فقط من این نوشته آقای ابراهیمی رو اینجا پیدا کنم که ایشون چیز خوبی گفته. ببینید دوستان این تصویر مردم تیوی و این هم صفحه شخصی خود من، و چون اینها در قسمت عمومی دارن چی می‌نویسن، پس اینها آدمای آزادی هستن، از کسی ترس و واهمه ندارن و ما هم میتونیم اینجا نشون بدیم. اگه در قسمت پیام خصوصی برای من بفرسن، اونجا میتونن بگن این پیام فقط برای خودته و یا پخش نکن یا نشون نده. بله، ایشون نوشته که آقای سوربی درباره موضوع تجزیه طلبان و جدایی طلبی، شما خود مختاری رو اگه اضافه میکردید من مطمئن تر میشدم. به نظرم فقط یک پاسخ باید داد، اگر برای انسانها و شعورشان احترام قائلین بهتر است
به انتخاب آنها هم احترام بگذارید و اگر میخواهند جدا باشند یا به جایی بپیوندند بگذاریم جدا باشند، کار خودشان را بکنند حتی اگر غلط باشد. این دوست عزیز در رابطه با ازدواج بچه‌هامون، فرزندمون، اینها هم هست که ما میبینیم متاسفانه هنوز این اجازه پدر مادر توی ایران یک مکافات بزرگی شده که نمیذاره این دخترها پسرها با هم ازدواج کنن، مخصوصا این روزا که حالا ازدواج میکنه اگه بد بودن جدا میشن. حالا شما اینقدر خودتو میکشی و زور میزنی که اینا ازدواج نکنن، شما به کجا میرسی؟ آخرش فرار میکنه و دختری که از خونه فرار کنه ممکنه شب اول به جایی که برسه به دوستش، اتفاقا یه فیلمی بود مال شیرازم بود، خانمه با پسر خالش میخواست فرار کنه بره تهران، از دست پدرش که معتاد بود پسر خاله نرفت و دختر تنها رفت تهران، میخواستن بلندش کنن تو پارکینگ، نمیدونم میخواستن معتادش کنن فلان اینها. آقا خانم، همینجوری که این آقای ابراهیمی میگه، اگر شما به دخترت احترام میذاری، به پسرت احترام میذاری، به همیهنت احترام میذاری، به مردم ملتت احترام میذاری، خب به عقیده و نظرش هم احترام بذار. بله شما میتونی بگی ما دعوت میکنیم از اونایی که میخوان تجزیه بشن، از اونایی که دنبال خود مختاری هستن، از اونایی که دیگه اکریش چی بود؟ جدایی طلب. من نمیفهمم تجزیه طلب چیه؟ جدایی طلب چیه؟ تجزیه طلب و خود مختاری میدونم دو چیز متفاوت، ولی تجزیه طلب و جدایی که میشه دوتاش یک. در هر صورت بگن که آقا خانم بیاین صحبت کنید، ما ببینیم مشکل شما چیه، چرا میخوای از این خونه بری. و آقای چمنارا متاسفانه اگه بتونم اینجا پیداش میکنم، یه نوشته ای رو گذاشتن و من اصلا تعجب کردم که آقا من کی همچین چیزی با آقای ضیا صدرالاشرافی گفتم که شما به اصطلاح این نوشته رو نوشتید که نمیدونم هزاران دلار پول رو سربی قیدش زده. و گفتم نه آقا، هر کسی اینجا هزار دلار هم نیست، اینجا از 20 دلار نرخای برنامه از 10 دلار شروع میشه. شما ویدیو درست کن بذار روی یوتیوب، لینکشو بذار، ما برای 9000 نفر تقریبا 8900 خورده نفر میذاریم با 10 دلار. جدا طلب باش، شیطون پرست باش، مثل علی آقای ما مسیحی باش که میگه دیگر مسیحیان دروغن، غلطن. قرار بود بیاد صحبت کنه و بعد شبانشون بهش اجازه نداده. آخوند دانشمند رو براتون گفتم، اگر میخوان کل ویدیو رو داشته باشید یک روی فیسبوک، روی فیسبوک، چون اینایی که روی فیسبوک من اگر براتون بفرستم بعد میگه آقای سربی باز نمیشه، مکافات دارین، ولش کنید. و اما دیشب در آمریکا برای مدت یک ساعت، دوستان، نه مثل برنامه های ایرانی ما 4 ساعت سلام علیک میکنن، یه برنامه رو از این آقای مهران مدیری دیدم که ببخشید عجب فلانیه، این دیگه میگو من 4 سال از کار برکنار شدم، شبا بچم از گشنگی گریه میکرد و ما میگم آقا تو این همه پول مفت یا مفت به جیب زدی، این همه سریال های آشغال چپوندی به مردم، بعد تو خانوادتون کسی نه، اولا مثل دیگران برو کار کن، مگه من تو ایران نبودم؟ این همه آقای میرحسین موسوی که الان بعضی ها میگن آخ چی میشد این آقای میرحسین موسوی میمد ما رو آزاد میکرد، احمقا. این مردک میگو من به دراند، من به معلمی، به دبیری، به استاد دانشگاهی افتخار میکنم که بره راننده مسافرکشی باشه. خب وقتی من برم مسافرکشی کنم یعنی چی؟ یعنی حق راننده تاکسی رو که صبح تا عصر تو خیابون داشته میچرخیده خوردم، حالا که ظهر موقع مسافر من میرم مسافراش برمیدارم. اینا اینجوری بودن. در هر صورت آدم عصبانی میشه. بله دیشب یه برنامه، آها، یه مصاحبه گذاشته بود، باور کنید 20 دقیقه این دو نفر مصاحبه کننده و این آقا مصاحبه شونده 20 دقیقه فقط تعارفای بیخود الکی، قربونت برم، قربونم برو، کوتم و در بیارم، میکروفونم کار نمیکنه فلان اینها. بعدم چی میخوان بگه که آقا من، شما چی هستی؟ شما چون پشت آخوندا بو کشیدی و دماغ قهوه‌ای شد بهت اجازه دادن 4 تا فیلم هم داشته باشی، اگه مثل دیگران وای میسادی مقاومت میکردی شما رو ممنوع تصویر میکردن، ممنوع صدا میکردن و الی آخر. ولی دیشب در آمریکا در 3 تا
جای بزرگ، فکر کنم نشویل که اصلا محل موسیقی های آمریکایی و این به اصطلاح کانتری میوزیک و اینها هست در هالیوود و در تگزاس، اگه اشتباه میکنم منو تصحیح کنید. سه تا برنامه گذاشته بودن که چقدر نگاه کنید همزمانی از اینجا دوربین میره اونجا، هی نمیگه الو الو حالا صدای ما رو داری، الو الو اون روز براتون پخش کردم، طرف میگه من تیمسارم، من رهبر ارتش نوین ایرانم، زنگ زده با انسرینگ ماشین ما با پیامگیر ما، هی میگه الو الو الو، من میخوام حالا بعضی وقتا اگه اینا زنگ میزنن بذارمشون سر کار، اگه خودم هم هستم هی اون بگه الو، من بگم الو الو الو. میدونید شیرازی هم با آتیش میگفتن الو، قدیما میگفتن الو گرفته، مثلا دلم الو گرفته، یعنی دلم آتیش گرفته، کباب شده. بله، برنامه هند این هند، هند این هند همون چیزی هست که ما میگیم دست در دست هم نهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. اینا وقتی یه مشکلی پیش میاد هند این هند میرن به کمک اونها. و جالب این بود که آقای استیوی واندر، میدونید استیوی واندر اون خواننده ایه که ارگ پیانو هم میزنه، کیبورد هم میزنه، سازدهنی هم میزنه و یک هنرمند کامل هست. ایشون برنامه‌شو اینجور شروع کرد که گفت که باید بیان همه کمک کنیم و گفت میدونید قرار بود این برنامه پالیتیکو اینا نباشه، به همین دلیل هم وقتی گفتن خب حالا دونالد ترامپ هم بیان، بعضیا گفتن نه آقا اگه دونالد ترامپ بیاد میخواد اینجا پوز بده که من نمیدونم دخترم نگاه کنید چقدر قدش بلنده. اون روز من گفته ددی منم بیام همراهت، عقب افتادن واقعا اینا. وقت این مرد ناحسابی آقای حمزه پور میگه من یک سال و نیم پیروز شدم. کجا پیروز شدی؟ هنوز برای اینکه یه چلو کباب بخوری میری این ور به طرف میگی میخوام تو رو بکنم نمیدونم وزیر گوشت و وزیر بعدم تازه به من میگی بیا بریم قبر اینا رو بکنیم، مگه من قبر کنم؟ شما حمزه پور لابد بابات قبر کن بوده. در هر صورت هند این هند، استیوی واندر وقتی برنامه رو شروع کرد گفت که اینهایی که به تغییر، میدونید اون وقتا میگفتن گلوبال وارمینگ، یعنی آب و هوای کره زمین داره گرم میشه، بعد بعضیا تا یه برفی میمن میگفتن آقا عجب گلوبال وارمینگه، ببین اینجا مثلا برف اومده. بعد یکی گفت که آقا درستش گلوبال چنجینگ است، یعنی داره عوض میشه، داره تغییر میکنه و این تغییرات باعث میشه که امسال تا حالا چند تا طوفان اومده که اصلا بی سابقه است. دوست من در سرسوتای فلوریدا زندگی میکنه میگه من 35 سال اینجا بودم همچین چیزی نبوده، ولی این آقا اگه عکس بگیره برای ترامپ بفرسه مثل همین دانشمند، میبینی آخوند احمق میگه که نه دانشمندا ایراد میگیره از آخوندهای احمق که به خاطری که مینی ژوب پوشیدید بارون نیومد، خب بگو بزنه بگو 4 تا چادر بپوشه رو هم ببینیم بارون میاد یا اون زیر از عرق خیس میشه. در هر صورت همین آمریکایی‌ها دوستان که فکر می‌کنن پیشرفت‌ترین نژاد چی هستن دنیا و اینها، یک آقای هست اگه اشتباه نکنم پترسون گفته بود که این هیتی این تو چیزی که آمده به خاطر اینکه اینها مثل ما مسیحی‌ها به خدا باور ندارن، به جیزس باور ندارن و ترامپ هم دنبال روی هموناست. اتفاقا ترامپ با این یک مصاحبه کرده، بذارید من عکسش اگه بتونم اینجا بهتون نشون بدم، چقدر خوبه وقتی ما نیستیم روی صفحه بی خود نیست. من بهتون بارها گفتم این داور آدم بسیار باهوشیه و توی این کارهای تلویزیونی میدونید که موفق ترین آها دوستان، اگه نگاه کنید سابقه تلویزیونیش از همه اینایی که هی آمدند و رفتن مثل فواره بالا و بعد سرنگون شدن، ایشون سابقه دارتر هست. بذارید من اینجا بنویسم ترامپ اینترویو ویت نمیدونم پترسون هست، پاتسون هست، اینها هم که خدا میدونه این اسمشون چیه. بله اینه اکسکلوسیو. You always have a choice. این تبلیغش رو بذارید بره فعلا. اوکی. عکس این دیوانه که اومد، چون توی این عکس بهتون دو تا دیوانه نشون میدم، یکی ترامپ، یکی این شارلاتان. بله نگاه کنید اینو میگم. بله کامرای دو. خب رایان جون حالا این خوب شد، راضی هستی؟ به جای شمع کافوری نشست خرس وافوری،
به جای این سربی صاف و صادق شیرازی نشسته این مرتکه پیر احمق. میگه پیر که میشی مثل کوه نوردی هست که از کوه بالا میره و درست هرچی بالاتر میره خسته تر میشه، ولی افق دیدش بیشتر میشه. ولی این مردک رو نگاه کنید، این فکر میکنه تنها کسی که میره بهشت اینه و تمام کسایی که این به خدا بگه اینم را بده، اینم را بده. حالا از این احمق‌تر این شالاتان روبروش ترامپ نشسته و اینا باور دارن که مثلا دنیا اگر اینجوره اونجوره به خاطر لابد سیاه‌پوستاست، به خاطر ایمیگرانت ها، مهاجرین و الی آخر. این هست، اسمش هم هست پت رابرتسون، من اشتباه گفتم پترسون، پت رابرتسون. این شما نمیدونید یک کلوپی اگه اشتباه نکنم کلوپ 700، همه میگن آقا تو اینقدر نمیگی اگه اشتباه نکنم، خب برو اصلا معلومات درست کن بعدن بیا. معمولا اشتباه نمیکنم، اینجوری میگم همونجوری که تو برنامه خودم همیشه میگم، من مزخرف میگم که کسی دیگه نتونه به من بگه سربی مزخرف گفت. اینم تریک این کاره، من اینجوری میگم که کسی نگه. اگه میگم آقا من که گفتم مطمئن نیستم. خب بله، این هم از این ماجرای هند این هند و کمک. استیوی واندر که خودش نابینا هست گفت کسانی که باورمند نیستند به این تغییرات آب و هوا و باور ندارن که ما انسان‌ها آب و هوا رو به این روز انداختیم با ساختن ساختمان‌های بزرگ، ساختن برج‌های بزرگ تو ایران، تو تهران اگه یه سیل بیاد، یه زلزله بیاد، هیچ کس نمیدونه مردم چه به سرشون خواهد آمد، هیچ برنامه‌ای نیست. اینها باور دارن که نه آقا خدا تصمیم میگیره. استیوی واندر گفت اینها یا کور هستن یا نفهم. با وجودی که خودش نابینا و کور هست، به نظر من این بی احترامی بود به افراد نابینا. یا نداره، افرادی که باور ندارن به گلوبال وارمینگ یا گلوبال چینج، اینها نفهم هستن، نادان هستن، به ساینس که همون علوم و اینها هست باور ندارن. حالا نظر شما در این مورد چیه؟ خیلی جالبه، من در طی برنامه درباره هر چیزی که صحبت میکنم نظر شما رو میپرسم، ولی دیدم که ملت دیگه خیلی بیخیال شدن، کسی نظر نمینویسه، میره همینجوری یه چیزی میذاره و میره یه کار دیگه مینویسه اونجا، از این صفحه به اون صفحه و الی آخر. این هم از این ماجرا. بله اون رو خوندم، کلایمت چینج. بله خیلی ممنون، اینم باز دوستمون همشهری عزیزمون گفت و گلوبال وارمینگ اند کلایمت چینج. گفتن دیگه گلوبال وارمینگ رو استفاده نکنید، چون اون موقعی که الگور بود گفتن این به خاطر اینکه اینو گفته اونها هم ازش به اصطلاح چیز گرفتن، چی میگن، گل گرفتن، گفتن این درست نیست. دوست عزیزی بانوی گرامی که از ریچموند با شماره تلفن 804 تماس گرفتید، درباره آقای آریانپور صحبت کردید، لطف کنید اگر نمیخواین پیامتون پخش بشه حتی قبل از اینکه اسمتون رو بگید، بگید این پیام پخش نشود و سعی کنید چیزایی که میگید فکر کنید توی مهمونیه، چرا دیگران نشنوند؟ چقدر خوب میشه که ما فکر کنیم همیشه همه دارن حرفای ما رو میشنون، حرکات ما رو میبینن. این سعید کاووسی دو سه تا کار کرده که این تو مغز من اثر گذاشته. یکیش اینه، توی مهمونی اگه من آمدم از آقای کشاورز نیا خواستم بد بگم، میگه وایسا، میگم چیکار میخوای بکنی، میگه میخوام الان زنگ بزنم کشاورز نیا رو بگید با تلفن بیارم اینجا. اسم آقای کشاورزنیا رو میارم چون حمید کشاورزنیا هم دوست من هست، هم همشهری من هست و مدت ها ازش خبر ندارم. اگر سعید کاووسی هم صدای من رو میشنوه با آقای کشاورزنیا بگو یه تماسی بگیره، یه روز شما و آقای کشاورزنیا بیاین و چند دقیقه مهمون من باشید، یا اگر ویدیو درست کنید بفرستید من براتون مجانی پخش میکنم، به شرطی که بیننده داشته باشه. چون دیدم آقای سعید کاووسی روی فیسبوک شروع کرده کار جالبی انجام میده، به این صورت که به دوستان میگه اگه کسی مشکل ماشین داره و اینها، بذارید بیارمش براتون. سعید کاووسی میگه مشکلتون رو بگید، این با
40 سال تجربه در کار خرید و فروش و تعمیر ماشین، سعید چند تا صفحه داری؟ یه صفحه میبینم سعید کافوسی که هنوز با اون آرم رنگارنگ و اینها هست، یه صفحه میبینم که سعید کافوسی عکس نوه زیباش هم هست. و ببین آقا اون دوست عزیز، ببین شما باید صفحت مثل این باشه، سعید کافوسی. حالا من یه پیشنهاد میکنم که سعید اسمش رو به فارسی هم بنویسه همین زیر اینجا، بذار بهش بگم. ببین سعید جان، همین جایی که نوشتی سعید کافوسی، اسمتو به فارسی هم بنویس، دوستانی که چیز دارن ببینید. آقا عکس خودش رو میذاره اینجا که من اگر سه تا سعید میشناسم تا این سعید رو دیدم بگم آره همینه. تا چند مدت پیش سیبیل داشت، حالا دیگه سیبیلش هم زده، جوانتر و خوشگلتر شده. بذارید بهتون نشون بده و دنبالمون چمان بگردم که بهتون نشون بده که اگر به اصطلاح ماشین سوالی دارید و اینها ازش بپرسید، حتی در کار خرید و فروش ماشین. چون بعض وقتا میبینید یه ماشینی میخواین بخرید، شما وقتی به این گفتید، این بهتون میگه که آقا این ماشین سابقهش اینه و ریکال شده یا مثلا مشکلش این هست. نمیبینم سعید، نمیدونم اونو کجا گذاشته بودی که نوشته بودی اگر کسی میخواد من کمکش کنم، الان هرچی میرم پایین پیداش نمیکنم، ولی اگر یه لینکشو بفرستی شیر کنی اون رو من نشون میدم. اینم از این دوستان. اون روز من درباره چشمت روشن، اون روز من درباره سپتامبر 11 صحبت کردم، چون آقای فضائل عزیزان یه چیزی نوشته بود. من با این آقای فضائل عزیزانم گفتم آقا گورو پدر این آخوندا، من و شما که میدونیم این آخوندا از روز اول هم با آمریکا بودن هم با اسرائیل بودن. آقا برید ریگان رو بیارید، ویدیوهاش هست، نگاه کنید. خود ریگان اول به دروغ میگه که من نمیدونستم، خبر ندارم، بعدن میاد از مردم عذرخواهی میکنه، میگه ما میدونستیم، ما با آخوندا از روز اول بودیم، بهشون گفتیم گروگانا رو نگه دارید و الا آخوندا دیدن آقا 400 نفر، چند نفر، 50 نفر، 60 نفر، نمیدونم، 444 روز اونجا بخوان هی نگهبانی و خرج و خوراک و اینها بدن، میخواستن آزاد کنن. ریگان و اون آلی نورت و اینا گفتن نه اینا رو آزاد نکن، چون اگه آزاد کنید میشه پیروزی برای کارتر، دوباره انتخاب میشه، بذارید این بشه برگ برنده ریگان. و ریگان از این هی استفاده کرد، هی گفت من چنین میکنم چنان میکنم، همچین که سر کارتر رو برای دور دوم کردن زیر آب، آقای ریگان برنده شد، آخونده هم اینا رو فرستادن و اصلای ماجرای ایران، ایران گیت رو نمیدونم اینا رو برید ببینید چه کسافتکاری هایی همین آمریکا کرده، همین ریگان که مسیح این تندروا هست، نیوکان و کان و هرچی که بگی، اسم جالبی هم دارن اینا، کان، درسته برای کانورس کانسرواتیو استند میکنه، ولی اون اولش کان آدمایش کلاش و اینها رو میگن کان، اگه خیلی کلاش باشه میگن کان آرتیست، یعنی این دیگه خیلی هنرمنده توی چیز، توی شیادی. بله آقای سعید کاووسی یه روزی بشینه درباره مثلا من این سیستمای ماشین اتوماتیک، ترانسمیشن اتوماتیک، سعید میدونه من یه مقداری تو کار ماشین و اینها تجربه دارم ولی تو کار مکانیکی نه، و هیچ وقت برام معلوم نبود این چجوری دنده اتوماتیک عوض میشه و اینها، تا یه روزی سعید به من یه چند تا عکس و فیلم و اینها داد که من نشون بدم، خودشم درباره این صحبت کرد و چقدر قشنگ توضیح داد، گویا یه پره‌ای هست میچرخه توی یک مایه‌ای و این مایه وقتی میچرخه یه چرخش اون پشت ایرو ایجاد میکنه، مثل کلاچ دیگه، باعث میشه اونم حرکت بیفته، و اگه شما این ولاسیتی، نه، اگه شما این غلظت روغن هیدرولیکتون که تو ترانسمیشن میریزید از بین بره و بشه مثل آب، این میمونه که کلاچتون بوکس باد کنه. خب اینا آدم یاد میگیره، و طرف میاد میگه آقا این کی آوردی، ما هیچ یاد نگرفتیم. میگم شما اومده بودی اینجا چی یاد بگیری، میخوای بشی هخامنش، برو از دم کنه هخا بخور، چی بهت بگم آخه. یا آقای چیز ویدیویی که گذاشته نوشته ما قبل از اسلام چنین بودیم چنان بودیم، میگم آقا نبودیم، چرا اینجوری دروغ میگید به مردم؟ چرا اینی میگه که یک احمق همشهری من شیرازی رفته اسم خودشو گذاشته
مبارز نستو اسمش هست، نمیدونم مهدی میرچیچی، یه بچه خودشم میگه من مال دهات شیرازم، من کشاورزم، که ما به دهاتی ها مخصوصا به کشاورزا افتخار میکنیم. ولی این بدبخت دیوانه این حرفای آقای قائم مقامی رو شنیده، ببر بگی بزن من اینجا هستم، بول بفرست فلان، بله شماره 3 اتوبوس نمیدونم فلان تهران پارس بریزید بگیرید آتش بزنید، و اینا میرن شب میشنن عرق میخورن تریاک میکشن، اون بدبخت رو میگیرن تجاوز بهش میکنن، زندانش میکنن، میکشنش. هیچ، اینم با صحبتای آقای قائم مقامی حالا دیگه شده شاهپرست. بهش میگم احمق، برو از این امید نادان سوال کن. چند سال پیش این به من فحش میداد که بهش میگفتم شازده رضا پهلوی بی ارزه است، تنبله، به فکر پوله، به فکر ایران نیست. حالا خودش ببینید چی میگه. ولی آیا انسان با شرفی بود که بیاد بنویسه آقای سربی من از شما عذر میخوام، شما زودتر از من فهمیدید؟ نه، تو هم مثل اون هستی آقای مبارز نستو. حالا دوستاش هم براش بنویسن بگن سربی بهت فحش داد. آقا فحش نمیدم، دارم حقیقت رو میگم. یه بچه 27 ساله ای که از چند سال پیش تو شیراز 24 ساعت نشسته پای اینترنت، بعد میگه اینترنت اینجوری. آقا اگه اینترنت انقدر میگیرن و میبندن چجوری تا حالا تو رو نگرفتن؟ میگه خب میدونید من از کارهای کامپیوتری سر در میارم، من نمیذارم آی پی. آقا این چه مزخرفی میگی؟ عکس تو آخوند میذاره رو تلویزیون، میگه هر کسی از این مبارز نستو که اسمش مهدی فلان خبر داره بیاد نمیدونم بگه ما 1,000,000 تومان بهش جایزه میدیم. و ببین چجوری هم فامیل خودت میرن لود میدن. چرا دروغ میگی؟ اینم تبلیغ مجانی برای آقای مبارز نستو. بله، میگه که به خاطر حقوق کودکان عکس و تصویر بچه هایمان را نشر ندهیم. نظر شیمس چیست؟ نظر شما چیست؟ خیلی بد می‌نویسی هم شهری. خیلی قشنگ گفتید، آفرین به شما. اگر برنامه جمعه منو نگاه کنی، من گفتم دوستان منتظر نوام هستم و نوام وقتی اومد اینجا من گفتم اگه میخواد بیا اینجا جلو تلویزیون. هم همسر من هم دختر من گفت که نه، ما نباید این کارو بکنیم. ما اگه این کارو بکنیم، ما اگه بچه‌هامونو ببریم تو تظاهرات یه تابلو بدیم دستشون، چه بر له چه بر علیه آزادی، انسانیت، حقوق بشر، ما به اینها ظلم کردیم. ما نیذاشتیم اینها مغزشون بزرگ بشه، کامل بشه، بالغ بشه، تصمیم بگیرن. من اگر عکس بچه‌هامو بذارم اینجا، من بدون اجازه اونها این کارو انجام بدم، به اونها توهین کردم. و شما کاملا درست گفتی. حالا به سعید کاووسی هم پیشنهاد میکنیم به جای اون عکس، عکس زیبایی که نشسته و داره ضرب میزنه. میدونید من سعید کاووسی رو از کی میشناسم؟ از سال 1989-90 خانم شهلا سرشار اومده بود اونجا و اون آقایی که ویالون میزد کی بود؟ فرجام، فرجاد. این نخای ویالونش هم همیشه پارست درست نمیکنه. و دیدم که سعید اونجا داره ضرب میزنه. بعد از اون تو مراسم های مختلفی دیدمش و این سابقهش خیلی طولانیه، از هایده بگیر، از مهستی بگیر و دیگر خواننده ها با همه همکاری کرده. و جالب اینه دوستان، برای هنرش هم پول نمیگیره. البته من فکر کنم بهش پول نمیدن، اگه بده میگرفت. نه شوخی میکنه، برای هنرش پول نمیگیره و مجانی میره میزنه. شما اگه یه وقت جای برنامه داشتید میتونید باهاش تماس بگیرید. و دیدم 70 مایل رانندگی میکنه میاد تا بلکه این برنامه آقای تبریزی رو یک چیزی بهش بده. و دوستان این الان آقای مصطفی زاده نوشته بود، من باورم نمیشه که آقای پرویز کاردان و تلویزیون اندیشه و آقای نادر دورمانی 2,600 دلار سر شما را هم تراشیدن. گفتم که آقا باور کن این مسئله نیست. همین آقای تبریزی میبینید یک هزینه خیلی کمی ما بابت تبلیغا قرار بوده از این بگیریم. اصلا برگردید به سال 2004، 13 سال پیش، یه شب سه ساعت برنامه از ما خریده. اون موقع ما ساعت 300 دلار 200 دلار پول میدادیم برای تلویزیون. 3 ساعت خریده، 1,000 بار خودش چونه زده، خانمش چونه زده، اون موقع بچه‌هاش کوچولو بودن، که ساعت 150 دلار. هنوز این پول رو به من نداده.
دوستان هی نگید سربی میگه پول پول. آقا اگر پولمو میدادن که دیوانه نیستم بیام بگم پولمو ندادن. آقای کاردان که من بهش اطمینان داشتم به صد دلیل، به صد دلیل که آقا همشهریم باهایی بوده، باهاش قبلا کار کردم، دوتا نمایش اینجا براش گذاشتیم، بعد میاد 2600 دلار پول ما رو میخوره میره، بعدم میگه آره سربی جان من بهت قول میدم یه جوری جبرانش کنم. آقا چه جوری جبرانش کنی؟ شما نمیخوام بگم آخر عمرتو، شاید من زودتر از تو بمیرم، ولی آقای کاردان 2600 دلار برای شما و تلویزیون اندیشه و نادر دورمانی که پولی نیست که به این خجالتش میارزه که من امروز در شرق آمریکا نشستم میگم شما پول منو خوردید. در صورت بله قربان میخورن. همین آقای مهدی تبریزی میگه God grace، دنبال رضای خدا. آقا رضای خدا بنده های خدا رو راضی نگهدار. عبادت به جز خدمت خلق نیست. شما به خلق خدمت کن، خدا دیگه خودش داره میبینه که چیکار میکنه. میخوای گول خدا بزنی؟ اینم از این. ببینم براتون چی گفتم. حجاب باران میاره، دروغ گفتن خلاف قانون. آهانی آقای دانشمندم میدونید اینا مثلا راجع به عرق خوری کی میشه، میگه که آقا تو اروپا یه انقدری مشروب میریزن باقیش آب و یخ و اینا. نه آقا، تو همون اروپا من بودم، اسبخو میکشیدن چی میگن سر میکشیدن بالا، چپ و راست هم میافتادن تو این بانهوف و مانهوف و اینا، ما افتادهشو میدیدیم، فردا مردهشو کنار خیابون و شهرداری خاک کنه نمیدیدیم. همین آمریکا یکم برو اینجایی که شب به اصطلاح این هوملسا هستن اینها، قشنگ الکلای صنعتی و عرقای نمیدونم مونشاین و اینا رو قلب 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 دارن میخورن، و اون چیزی که شما تو فیلم میبینی یه شیشه قشنگ کریستال گذاشتن، یا یک برندی یا یک بوربن یا یک ویسکی خوب، یه چیزی هم بهش میگن سینگل سامتینگ، ریختن توش رو یک کم میریزن و یخ میندازن و ساعتها، همچین هم نیست آقای دانشمند. شما تشریف بیار اینجا با هم بریم عرق خوری، تا اون وقت بهت نشون بدم که چه عرق خورای اینجا پیدا میشه. اینم از و اما دوستان عزیز، ما هنوز به فولدر یا پوشه برنامه امروز نرسیدیم. بلوغ ناگهانی نوجوان 13 ساله در خبرگزاری فارس. ما اینو بخونیم ببینیم که اوپس ساری اشتباهی فرستادمش توی قسمت اینفو. بلوغ ناگهانی نوجوان 13 ساله، اولا 13 ساله دیگه داره بالغ میشه، حالا ببینیم این چیه. چون تو آمریکا هم یه جایی هست مثلا یه نفر 15 سالشه 16 سالشه یه نفر کشته یا یک جرم بزرگی مرتکب شده و میان این رو به عنوان به اصطلاح به عنوان آدمای چی باید بگیم، آدم بالغ یا آدمای بزرگ به ایرانی من نمیدونم چی میگفتیم. بذارید من اینو ببرم بالاتر کوچیکترش کنم. خب میبینید دوستان، طرف میگه آقا چی ببینیم، هنوز به ما نشون ندادی اون عکسو. من براتون دو تا قطعه یا دو تا پاراگراف از این رو میخونم و ببینیم منظور چی بود. بلوغ ناگهانی نوجوان 13 ساله در خبرگزاری فارس. ایران وایر نوشته یا گفته خبرگزاری فارس امروز در یادداشت انتقادی آلفرد یعقوبزاده عکاس ایرانی را متهم به تحریف تاریخ جنگ کرده است. اشاره خبرگزاری فارس به گفتگوی ایران وایر با آلفرد یعقوبزاده است که دو روز پیش منتشر شده است. موضوع اصلی مورد مناقشه اعزام به جبهه حسن جنگجو سرباز ایرانی است که جسدش روز سه‌شنبه 14 شهریور پس از گذشت 34 سال به ایران بازگشت. او در 62 یا 63 در جریان عملیات خیبر مفقود الاثر شد. در اوایل جنگ ایران و عراق آلفرد یعقوبزاده عکاس ایرانی تصویری از یک نوجوان منتشر کرد که در حال سینه‌خیز اسلحه به دست داشت. او گفت این نوجوان 13 ساله بوده است. حالا اجازه بدید من اینو بهتون نشون بدم. این بوده عکس گویا. بله. آلفرد یعقوبزاده در گفتگو با ایران وایر، من نمیدونم تا صبح این هی میخواد ایران وایر رو تکرار کنه. آقا فهمیدیم بیشعور که نیستیم، اون بالا که نوشتی ایران وایر فهمیدیم همین آقای ایران وایر داره با این آقای یعقوبزاده داره صحبت میکنه. از اون بالا تا میان پایین نه جنسشون عوض میشه نه اسمشون عوض میشه.
با اشاره به رویارویی‌اش با این نوجوان گفت: هویزه بود، تمام نیروهای چمران جنوب اهواز بودند. وقتی نیروهای عراقی شروع به انداختن خمپاره می کردند، همه باید روی زمین دراز می کشیدیم. این عکس از اولین بارهایی است که خطر را مقابل چشمانم می دیدم. به خودم می گفتم غلط کردم، من دیگر عکس نمی گیرم. وقتی داشتم به خودم می پیچیدم، این نوجوان را دیدم که او هم آشفته است. او جوانترین رزمنده بود، ترسیده بود و من را بغل کرده بود. خود من هم ترسیده بودم و در بغل او بودم. به او گفتم چرا به اینجا آمدی؟ گفت پدرم من را فرستاده است. نویسنده یادداشت خبرگزاری فارس با اشاره به همین بخش چند انتقاد کرده و نوشته این گونه افاضات فضل و گزارش های مغرضانه یا جاهلانه البته با دید خوشبینانه در خصوص سمبول های ایثار برای جامعه ایرانی و چنگ زدن به صورت این عزیزان برای به چالش کشیدن نظامی که به آن معتقد نیستند غیر شرافتمندانه است. اولا اگر معتقد نیستند دیگه باید هرچی دلشون میخواد بگن، دیگه چه شرافتی چه غیر شرافتمندان. در هر صورت میگه نویسنده نوشته است حسن جنگجو در هنگام حضور در جبهه 20 سال داشته، نه 13 سال، و آلفرد یعقوبزاده و ایران وایر اطلاع. آقا خانم بابا فیلم ها رو خودتون نشون دادید که شب بچه 12 سال 13 سال. خود من در آبادان، در خسروآباد، اون آقای جزائری حاضره، اون آقای استقامت حاضره، اون آقای عالمچهر حاضره، دیدیم که بچه های 12-13 ساله بعضی، میدونید بچه های 12-13 ساله بعضی هاشون ماشاءالله بزرگن، ولی این بدبخت ها بزرگ هم نبودن. کلا آهنی که سرشون بود اصلا اومده بود تا روی گوششون گرفته بود، مجبور بودن یه چیزی، یه پارچه ای میپیچیدن، مثل اینایی که میخواستن قابکش، قابکش میدونید که اون وقتا عروسی و اینها که بود، جهازی و شیرینی و اینها رو روی یک طبقای میذاشتن، بعد یه عده یه چیزی میپیچیدن، یه پارچه ای مثل شال بود میذاشتن رو سرشون. این سینی بزرگ یا اون طبق چوبی رو که میذاشتن شکل میگرفت، صاف میشد و اینا اینو میذاشتن که کلاهه جلو چشمشون رو نگیره. و این عکسش آقا هست، این عکس آقای، این آقای 20 ساله است، این عکس. و خدا من نمیدونم شما این همه دروغ میگین و فکر میکنید طبقه هفتم بهشت هم جاتون میشه. بفرمایید این عکس پسر 20 ساله است، ولی بیاین بگین وقتی جنگ میشه و دوتا احمق، یکیش به نام خمینی و دستندر کارش و دیگری صدام و دستندر کارش، هر دوشون میگن ما برای خدا داریم میجنگیم، اون یکی میگه من سردار قادسیه هستم، این یکی میگه من بخوام اسلام رو صادر کنم، بگید اینا هم به همون احمقی هیتلر رسیدن، به همون احمقی جنگ های دیگه رسیدن. و توی جنگ ها تبلیغاتی که میکنن معمولا اونایی که جوانترن تحت تاثیر قرار میگیرن. حالا این بچه میگه بابام گفته برو، خیلی هاشون بابا مامانشون ننهشون میگن نرو، اینا فرار میکردن از خونه، میرفتن حتی شناسنامه برادر بزرگترشون رو میبردن، ولی وقتی اونجا میرسید طرف میدونست که این شناسنامه مال این نیست، ولی میفرستادش بره جنگ. و چه جنایت ها که درباره این جوان ها در جنگ انجام دادن. آقا و آقل و آقل و بالغ، بله تکزاده خوب و بد رو میفهمد. آها میگن من درباره اون پرسیدم که چی میگن به کسایی که اینجا میگن ادالت، یعنی دیگه سنش از اون به اصطلاح مثل یعنی 18 سالش که شد میگن ادالت شده. ایشون نوشته عالق و باله و میگن تکلیف زده باشه. این تکلیف هم خودش یه ماجرایی بود، تکلیف زده یعنی چی؟ هر کسی یه توضیح خاص خودش داشت. ببینم اینجا یه دوست دیگه چی نوشته. اینو در کتب درسی دهه 60 ابتدایی گفته بودن، من ببینم چیه. من دهه 60، بله آقای باله، خوشنودی مجید، آقای مجید خوشنودی هم مثل آمریکایی‌ها اسم و فامیلش نوشته. اینجا هم خیلی مسخره است، اینجا می‌نویسه اسم تو فامیل تو بنویس، بعد می‌نویسه last name first، first name last. میگم خب آقا مرض داری، بگو first name first last. دستم ممنونم. چه چیز رو دوست عزیز در کتاب
در کتب درسی دهه 60 ابتدا. اون عکسی که نشون میدم، آها فکر کنم ها اون عکس شما میگید، ممنونم، منظور عکس بود، مرسی مرسی، خیلی ممنون. من دوستان از شماها که هستید و لحظه به لحظه مثل تهیه کننده های برنامه، مثل فلور، بهش میگن فلور دایرکتور، فلور دایرکتور یعنی کارگردانی که توی صحنه است، اون پشت نیست، و من اگه یه اشتباهی میکنم، یه سوالی دارم، با اشاره، علم الاشاره، با نوشتن روی دستش اینها نشون میده، ممنونم. یکی از اونها این دوستمون آقای مجید خوشنودی هست، امیدوارم همیشه خوشنود باشی. و همینه، مثلا شما همون اول اگه بنویسی این عکس را در کتاب درسی دهه 60 ابتدایی گذاشته بودن، من بیشتر ممنون میشم و متشکرم. بله متاسفانه دیکتاتورها همیشه فرهنگ و آموزش و پرورش را هم میارن و ازش سوء استفاده میکنن، به جایی که آموزش و پرورش به طرف هم یه چیزی رو آموزش بدن هم پرورش، میان چیکار میکنن؟ مغزشویی میکنن. و این در همه رژیم های دیکتاتوری بوده و هست. این آمریکا میبینید، برید بنویسید اختلافاتی که سر تاریخ دارن، اختلافاتی که سر افراد دارن، و خودتون شاهد بودید دو هفته پیش اختلافی که سر حتی قهرماناشون دارن. این یکی میگه این قهرمانه، اون میگه آقا این کجاش قهرمانه، این زده جد منو کشته، بیارش پایین، جد منو ببر بالا. و اینم ماجرای آمریکا، کشوری که هنوز به 250 سال سنش نرسیده و گندش بالا اومد و تقش داره در میره. یادتون باشه وقتی ما میگیم آمریکا، منظورمون از آمریکایی که زیر کلونی یا زیر دست انگلستان بود نیست، منظورمون از آمریکایی که در سال 1776 به اصطلاح استقلال پیدا کرد و گفت ما انگلیسی ها رو نمیخوایم، که الان جوک ساختن و میگن که انگلیسی ها گفتن اگر به این نتیجه رسیدید که نمیتونید اداره کنید، به ما بگید، ما هنوزم میایم اداره بکنیم. سربی عزیز، من به تصویر شما بیشتر علاقه دارم تا نشون دادن عکس. خب باید یه روزی آقای رایان رو بیارم اینجا بگم میبینی این دوستان عادت کردن منو ببینن، اگر یه جای عصبانی میشم عصبانیت رو تو چهرم ببینن، اگه یه جای اشک شوق از چشام میاد اون اشک شوق و شادی رو ببینن و در به اصطلاح برنامه من سهیم و شریک باشن. حالا شما اگه توی اداره نشستی داری کار میکنی و پیش خودت میگی چقدر خوب میشد به جای این سربی عکس یه دختر لختی رو میدیدم، آقا صدای سربی رو اونجا پخش کن، عکس خانم دوست دخترت لخت بذار اونجا، باهاش هر کاری میخوای بکنی بکن. البته من پیشنهاد میکنم اون موقع کاری به ما نداشته باش، برو با همون حال کن، مثل آقای تد کروز که دیشب گویا رفته بوده روی توییتر و داشته حال میکرده، امروز گندش بالا اومده. و اما در فولدر تودی ردپای سازمان اطلاعات سپاه یا سپاه و قوه قضاییه در ترور مدیر گروه جم، این جم ببخشید جم، جم تیوی، میدونید جم اون جام جم و تلویزیون جم و اینها، فکر کنم اینجا هم آقای بیبیان بود، کوروش بیبیان که دیگه بنده خدا رفت، و جم به کلمه انگلیسیه یعنی سنگای قیمتی و اینها. یادتونه که چند مدت پیش مسئولش یا صاحب امتیازش یا مدیرش رو کشتن. و من یه سوالی دارم، یعنی شما شک داشتید، ضمن این که تازه میگفتن اینا درگیری‌های شخصی بوده، ماجرای پول و اینا بوده، خب همه میدونن که اینا مخالفای خودشون ترور میکنن. اون آقای حمزه پور به من میگه بیا بریم قبر اینا رو بکنیم. آقا تو اول برو بکششون، بعدن ما قبر کن پیدا میکنیم. اینا ما قبر رو که کندیم، خوب که کندیم، یه تیر میزنن تو سرمون، میندازن تو قبرمون. و این میدونی که یه روشیه تو آمریکا قدیما این کارو میکردن، طرفو میگرفتن مجبورش میکردن که قبر بکنه، خودشون وای میسادن سیگار میکشیدن، بعد که قبرو میکنده یه تیری یا یه لگدی میزنن مینداختنش اون تو که تیرم حرام نشه، روش خاک میریختن. برو آقای حمزه پور، برو این دام بر مرغی دگرنه. خب حالا این کسی که برای من این خبر رو فرستاده، آقا رد پای سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه در ترور مدیر گروه جم، اینم سندش. حالا میخوای چیکار کنی؟
این همه آدم کشتن برای شما کافی نبود؟ فرخزاد رو کشتن، بختیار رو کشتن، اون آقای قاسملو رو کشتن، کم کشتن. اون دکتره کیه؟ دکتر الهیه که بعضی ها میگن آقای منوچهر گنجی مسئول کشته شدن اون هست. چی کار کردین شما دوست عزیز توی 39 سال گذشته که حالا با این یکی بکنی؟ فقط شما میخوای بازار نشریات و روزنامه گرم بشه و الی آخر. دوستان نگاه کنید ماجرای این گفتم اتون کجا بود، برمه ما میگفتیم ولی حالا شده نیمانمار یادم میره. اینها اینجا هم نوشته برمه. ببینید این امروز صبح میگه چی، این مال واشنگتن پست، Today's Worldview. دوستان خودتون رو مقید کنید، صبح تا صبح یه مقاله هر قدرم کوتاه به زبان اون کشوری که دارین توش اقامت میکنید بخونید. اگه آلمانی برو نمیدونم اشپیگل اون میرور بود چی بود اینا رو پیدا کن، یا نمیدونم مقاله دوچویله و اینها. میگن میانمار، آفرین آقا مجید همینجا وایسا جای نریا، شما خیلی کارگردان خوبی هستی. بله این برمه بعد اسمش عوض شد، شد میانمار. حالا این آقای ایشان تارور مینویسه که توی به اصطلاح واشنگتن پست مینویسه If Trump wants to unravel Obama's legacy he could start with Burma, help these people. میگه این اگه میخواد به اصطلاح، میدونید که ترامپ یه عقده عجیبی با اوباما داره، یعنی از روز اولی که اوباما اومد این شروع کرد در افتادن بهش، همین تا امروز هم نگفته که متاسفه. اینم مثل امید نادان، اینم مثل اون مبارز نستو. آدم های نادان اینجوری هست، آدم های دانیا تا یه اشتباهی میکنن به اصطلاح از اشتباه خودشون از طرف عذرخواهی میکنن و بزرگی خودشون رو به این وسیله نشون میدن. آقای حسین محمدی به دوست عزیزمون از ایران، آقا احوال بچه‌هات چیه چطوره؟ میگن وقتی آدم یاد میگیره از اینا، این به سگا و گربه ها و حیوان ها و اینها که کمک میکنه، به اینها نمیگه سگ، نمیگه گربه، میگه اینا بچه‌های من هستن. امیدوارم دوستان کمک کنید، تماس بزنید، من این حسینم تصویرش رو نشون بدم، دوستان روی فیسبوک کمکش کنین. من حسین جان داشتم کسایی رو که به من ماهیانه کمک میکردن، بعد تصمیم گرفتن به شما کمک کنن و دیگه به من کمک نکردن، ولی من بازم خوشحالم که هنوز اینها دارن کمک میکنن، اونم به یک کسی مثل شما. دوستان نگاه کنید این جوان رو، البته یک کمی اینم موهاش داره سفید میشه از دست من و شما و دوستان دیگه‌ای که نامهربان هستن. هیچ چیزی بدتر از نامهربانی نیست. یادتون رو آهنگی میگو نامهربانی بگو نمیدونم فلان. بله حسین محمدی خیلی هم خوب، البته اگه دو تا اسم نوشتی دیگه درست درست میشد. به فارسی هم حسین جان اسمتو بنویس زیر همین حسین محمدی، میتونی عوضش کنی. دوستان نگاه کنید این آقا توی برف، توی گرما، توی سرما میره و این سگا رو کمک میکنه، میارن زخمیان، پیرن، تو خیابون تصادف کردن و اینها میارن. من خیلی ممنون، این کلمه مخلصم تو آمریکا خیلی کلمه خوبیه، sincere، صادقم، مخلصم با شما، من از روی اخلاص دل و قلب و اینها باهات صحبت میکنم. شما نمیدونی من چقدر سگ و دوست دارم، نمیدونی من بچه که بودم خرگوش داشتم، یه جورایی میونم با گربه ها خوب نیست، فکر میکنم گربه همیشه وقتا یادتون میگفتم گربه دوست، ولی حالا ولش کنیم دیگه، ما دشمنه با گربه ها چیزی نکنیم، ولی آقای حسین محمدی رو داشته باشیم. تصویرشو دیدید، لطف کنید یه یادداشتی بنویسید براش، یک اگه پول دارید به درمی، اگر ندارید به رقم قلمی، چی میگم به قلمی یا درمی، خلاصه یه خسته نباشید ساده به یه نفر که بگیم، یک keep up with good work، طرف یه نشاطی میاد تو وجودش. حسین جان من از آمریکا از اینجا پیشونیتو میبوسم چون شما همسن بچه های من هست، دستتو محکم میفشارم و اگه یه وقتی اومدی آمریکا خوشحال میشم که با هم دیگه یک چایی نوشیدنی
هر چی که دوست داشتی بخوری، اینم میاد بنوشی. و اما کجا بودیم، چی میگفتیم؟ بذارید ببینیم. You are now چنین و چنان، پیمان عزیزم گفته چنین و چنان، سعیدم یه چیزی فرستاده. ببینم این همونه که من گفتم رایگان. بیا ببینید دوستان، ما افتخارمون به اینه که نسل اونا نمیگیم آقا ما میخوای بریم دیگران رو آزاد کنیم. آقا من خودم هنوز نتونستم آزاد کنم، کجا کی چی آزاد کنم؟ بیا تازه خودم اسیر کردم دست شما. آها گفتم من سعید کاوسی یه جایی دیدم، این آقای حسیبی میگفت یه جایی یه چیزی دیدم، یه چیزی گفتم، حالا یادم نیست کجاست، هر وقت پیداش کردم بهتون میگم. بعد مثل من اونم حرفش یادش میگم. در صورت ببین دوستان، روی صفحه هست به نام دوستان ویرجینیا دی سی مریلند. سعید جان من یه بار اومدم اینجا یه چیزی گذاشتم، دیدم حالا امیدوارم اشتباه کنم، دیدم اینا خودی ناخودی میکنن، چیزایی که خودشون میذارن اون بالا نگه میدارن، چیزایی رو که من میذارم میبرن پایین. گفتم آقا شما تو آمریکا هم اینجا خودی ناخودی میکنی؟ این دوستمون که برنامه رادیویی داره آقای قشقایی گفت آقا منظورتو نمیفهمم. یه دوست دیگه گفت منظورتو نمیفهمم. گفتم آقا این خیلی ساده است، شما نوشتهای خودتو میذاری اون بالا، نوشتهای ما رو میفسی این پایین، ضمن این که بهت ضرر میزنه. وقتی شما نوشته رو میذاری اون بالا، طرف میاد میبینه همون نوشته دیروزه، میره میگه این آقا رفته مسافرت نیستش. ولی وقتی نوشته جدید رو میبینه میگه بذار برم پایین ببینم پایینش چیه، زیرش چیه، پایینترش چیه. این وضعی دوستان. سعید کاوسی که این خیلی قشنگ اسمش رو نوشته سعید، نمیتونی بگی ساعد، نمیتونی بگی سید، سعید آفرین. کاوسی هم درست نوشته که شما نمیتونی غلطش کنی. نوشته هر نوع سوال و هر مشکلی در رابطه با اتومبیل و مسائل مربوط به اتومبیل دارید با من مطرح کنید. با سالها تجربه در تعمیر، خرید و فروش مسائل، کاغذکاری، تبدیل قباله، برگ معاینه، مشکلات تصادفات، کمک در خرید و فروش اتومبیل، پیدا کردن و خرید قطعات، معامله با تعمیرکار، عیبیابی مکانیک و هزینه آن و و و. دوستان ما یک جیپی اینجا داشتیم، 4-5 تا دوست مکانیک دانش خودمون اینها رو ریختیم رو هم، مشکلمون حل نشد. یه روز زنگ زدیم به این آقای سعید کاوسی، گفتیم سعید جان اگه یه روزی آمدی تو ویرجینیا یه همچین مشکلی ما داریم. گفت من الان ویرجینیا هستم. من الان فکر کردم این آکشن بوده با ماشینه. گفت کجا هستی بیا؟ گفتم خونه. آقا نیم ساعت بعد اومد اینجا، دیدم کت شلوار تمیز، کتشو در آورد انداخت تو ماشین، آستین پیرنش زد بالا، قبل از اینکه من حتی یه مقوایی بزنم زیر ماشین رفت زیر این جیب، گفت روشن کن. روشن کردم، اومد بیرون گفت خاموش کن. گفتم چطور شد؟ گفت این اگزازت اینجوریه. گفتم تو به این زودی فهمیدی؟ گفت آره، اون کانورترش خراب شده بود، این ماشین رو خفه میکرد، روشن میشد میرفت 5 دقیقه اون برتر، وقت قد 5 دقیقه نفس میکشید، وقتی میمد گاز اونجا خاموش میشد، این ماشین کامیونی که جک بریک داشتش خاموش میکرد. آقا به 80 دلار ما پارت خریدیم درست کردیم. گفتیم بابا خدا پدرت بیامرزه. حالا سعید جان من امروز یک مشکل دارم، اولا ماشین ندارم که ایراد داشته باشه، پول ندارم ماشین بخرم، یه جوری یه ماشینی به من بده که پول نخواد یا خیلی ارزون باشه. بله 80% ساخت شفاخانه سزار گیران انجام شد. من بهت تبریک میگم. من حالا بیشتر خوشحال شدم که اون دوستمون از آلمان دیگه به من کمک نمیکنه، یا اون حسین آقا، یکی اون بود آقای حسین آقا مثل هم اسم شما بود، اونم قرار شد با شما کمک کنه، هی از دست شما به من نق میزد که آقا این جواب نمیده. میگم آقا تو که داری میبینی این کنار جاده تو جوب داره سگار نجات میده، تو نشستی تو خونه داری سیگار میکشی، حالا منقل وافور رو تریا کن عرق نمیدونم، خب صبر کن بنده خدا برسه به جواب میده. چقدر هممون عزیز نازی هستیم، میخوایم هم الانم هم میخوام. یه دوست آمریکایی داشتم هر کی میگفت کی میخوای، میگفت که اگه فردا میخواستم فردا میمدم، من اینو دیروز میخواستم، تنبل بودم حالا امروز اومدم. در اصل امیدوارم درست بشه. و این شفاخانه، این کلمه شفاخانه خیلی چیز خوبیه، افغانی هم فکر کنم میگن شفاخانه،
دارالشفا تو ایران قبلا میگفتن بیمارستان، یعنی آدمای مریض برن بنزنشون اونجا مثل تیمارستان آدمای دیونه، ولی شفاخانه یعنی خانه‌ای که شما میری شفا پیدا میکنی، بهبود پیدا میکنی. حسین جان بازم ازت ممنونم. دوستان به این آقای حسین کاوسی نه حسین محمدی کمک کنید، این احتیاج به کمک شما نداره، به خودتون کمک کردید. من حالا نمیخواستم اینو بگم ولی بذارید، دیروز که رفته بودم یه جایی وقتی اومدم گاهی وقتی من هوس خوردن این چیزای اینجا بهش میگن جانک فود، جانک به ایرانی میشه میدونید جانکیارد، مثلا ما میگوتیم اوراقی، جانک اینجا به آشغال و اینا هم جانک میگن. بعد وقتی میگن جانک فود یعنی خوراکایی که آشغاله، البته بعضیا برای که محترمانه بهش بگن میگن فست فود یعنی خوراکای سریع. ما هم رفتیم عاشق این پاپایزم، این پاپایز مال به اصطلاح لوئیزیانا و ساوت آمریکان، ادویه‌ای که استفاده میکنن باب به اصطلاح ذوق ماست. دم در که داشتم نگاه میکردم اون خانم منیجره خندید گفت این دیل ما امروز خیلی خوبه. گفتیم این دیل شما، بیل شما چیه؟ گفت اینها پنج دلار میدی یه بیگ باکس. منم به شوخی با این دستام اشاره کردم این بیگ باکس چقدره؟ بعد گفت که بزنم چی نوشته، دارم برات میارم $100 مالیات و نمره خرجش، دمت گرم. سعید راجع به اون تایتل و اینام تو مریلند پرسیدم، این هفته اطلاعاتم خیلی زیاده. اگه یه ماشینی به نامت باشه تو ویرجینیا بخوای بری تو مریلند، یا $100 ازت میگیرن، از یه سالی هم اگه کنه تر باشه فقط $38 میگیرن، دیگه اون 6% تکس رو نمیگیرن، اونو میگیرن و اگرم بخوای تو خیابون ببریش تگم یا نمره هم باید داشته باشه. درستان ممنون و متشکرم و هر وقت خواستی بیا یه زنگی بهم بزن، من پنجشنبه ها معمولا آزادترم، اگرم الان داری میای که بیا. اتفاقا چند مدت پیش رفته بودم مریلند، شب خیلی تنها بودم، زنگ زدم به سعید گفتم کجا هستی، گفت که پسرم داره یه جایی، پسرش از خودش خیلی هنرمندتره، حالا جلو این بهش نمیگم که بهش بر بخوره، خیلی هنرمندتره و اصلا موزیسین درست حسابیه، نه که سعید نیست بابا، دارم شوخی میکنم، این میدونه، این منو از همتون بهتر میشناسه. بماند آمد بابا اونجایی که من بودم منو برداشت برد، بعد که من فهمیدم این چقدر راه آمده گفتم آقا خب میگفتی من اوبر میگرفتم، این شب تاریک تو بلند شدی این همه راه آمدی، در صورت شب خوبی بود. ممنونم از سعید و پسرش که هم میخوند اونجا هم گیتار میزد و خیلی خوش گذشت. خب دوستان عزیز کجا بودیم چه کار کردیم؟ باز این دوستمون حسین میگه ممنون از محبتتون آقای سوری، به خدا اصل حرفو زدید، کمک به این بچه‌ها در واقع کمک به خودمونه. آها بس برگردم داستان دیروزو بگم، من رفتم گفتم خب بده این بیگ باکس به این بزرگی، خندید گفت نه اینقدره، دو تا مرغ بهت میدیم، یه دونه بیسکت اینجا میگن یه نون کوچولو بهت میدیم، بعد دو تا ساید، ساید اینا مثلا بهش میگی بین اند رایس میخوام، برنج و لوبیا یا مثلا کورسا، یه چیزی کلمه رومی بود چی بود، با یه مشتی سس و اینا قاطی میکنن، یا مثلا مش پوتیتو که همون دیگه، همه بابا شما انگلیسیتون بهتر از منه، ایرانی ها الان منیوشون که میبینن بهتر از من. خلاصه گفت دو تا از این، گفتیم خب دو تا، یکی بین اند رایس بده یکم کورسلا بده، حالا ما هم دلمون خوش که یکم کورسلا میخوریم، این چیزه وجتبل سبزی اینقدر روش چیزای چربی میریزن که اصلا اونو میکشه. خلاصه ما این دو تاری که خوردیم دیدیم اما سیر شدیم و یه دونم از مرغ خوردیم که حالا دیگه به اصطلاح مرغ نگران نباشه، و دیدم یه تیکه مرغ بزرگ، اون خانومم فکر کنم اسپانیش بود، منم فکر کرد اسپانیشم، یه تیکه مرغ بزرگ داده بود اضافه اومده، یه تیکه نون. همین که داشتم من میخوردم دیدم تو مال بودم، یه خانمی که مثلا 40 سالش 40 خورده سالش بود، یه کاپشنی هم تنش بود، معلوم بود که از اینایی که مثلا پیاده کنار رو خیابونو میگیره میره و میدونید یه کوله پشتی دارن، کاپشنی که معمولا اینا دارن خیلی تمیز نیست چون جایی ندارن بیچارا بشورن یا اینا. آمد به من گفت که منیجر اینجا هستی؟ چون دیده بود نشستم دارم چی میخورم، لابد به قیافه ما میاد منیجر باشه، به قیافه اون نمیاد کارگر باشه. گفتم نه. گفت که این دیله خوبه؟ گفتم آره، این که $5 گفته هم امروز و فردا هست و خوبه اینها.
دیدم خانمه گفت خیلی ممنون، رفت اون جلو یه لیوان آب گرفت، لیوان مجانی گرفت آب کرد رفت گذاشت اونجا، کیفش هم گذاشت اونجا رفت دست. دیدی بعض وقتا همینجوری میره تو مغزتون یه چیزی، فکر کردم اوردر داده، سفارش داده، رفت دستشویی آمد و کوله پشتیشو برداشت و لیوان آبش هم برداشت اومد. حالا من چون زودتر از اون رفته بودم دیگه من خوراکم تموم شد، رفتم به اون خانمه گفتم یه بگ، یه پلاستیک، یه پاکت به من بده، داد و من این چیزایی که اضافه آورده بودم ریختم، گفتم حالا شب که اومدیم اگه گشنمون شد خواستیم میخوریم، اگه نه بالاخره آوردیمش دیگه دور نمی‌ریزیم. همچین که اومدم بیرون به خودم گفتم این چی شد، این اومد پرسی از من که منیجری، یه دفعه گفتم ای داد بیداد نکنه این پول نداشته میخواسته بگه که میتونی مثلا یه خوراک مجانی به من بدی. دوستم من راننده داشتم که توی ماه زمستون میرفته از یه فروشگاه دزدی میکرده که بندازنش زندان که تو خیابون گرسنه نمونه. باور کنید 350 پوند وزنش بود، اسمش اد جونز، هیکل بزرگ درشت، میگو آقا من چرا باید تو خیابون سرما و گرسنه باشم. میرفت یه جایی وای میساد دزدی میکرد، نشون منیجر میداد که بگیرنش، میدونست کجا دزدی کنه که بیفته زندان نه جیل. میدونید بعض وقتا زندان های کمتر از یک سال رو تو جیل، ما تو ایران جیل و زندان نمیدونم مثلا شاید آگاهی میگفتیم یا کلانتری رو میگیم جیل، زندان رو میگیم مثلا پریزن. در هر صورت دوستان تو آمریکا الان که اینجاها سیل و طوفان اومده، میگه اونایی که امروز باید کار میکردن اسب برای بچهشون شیر خشک بخرن، برای بچهشون پمپرز، دایپرز، پوشک بخرن، الان دو هفتن اینها گرسنه هستن. 87% مردم آمریکا اگر چک این هفتهشون نیاد ماشینشون رو از دست میدن، البته میگیم به سعید زنگ بزن، خونهشون رو از دست میدن، جابشون رو از دست میدن. طرف ماشینش پنچر میشه، کنار جاده وای میسه، پنچرگیری میکنه، میره عوض کنه، بهش میگن این لاستیکت کنارش میخرفته، نمیشه درستش کنیم، خطرناکه. میگه باید $100 بدی تایر جدید. این بدبخت دیگه از کار برکنار میشه چون دیگه ماشین نداره. حالا باز خدا پدر این جانکیاردها رو بیامرزه که میرن لاستیکا رو $25 $20 میذارن، بعضیاشون حتی عوض میکنن. برگردیم دوباره ماجرای پاپایز دیروز ما و اینکه آقای سوربی از بس آب خورده بود همین دوتا خوراک که خورد، و اینکه آمدم بیرون به خودم گفتم ای داد بیداد چرا من از این خانم نپرسیدم که آخه بعضی هم بهشون بر میخوره، اگه بهش بگی میخوای من برات خوراک بخرم ممکنه حتی فکر بد کنه. بعد که اومدم بیرون بهش گفتم که you didn't like، گفتم دوست نداشتی خوراکشونه، گفت که من پول نداشتم. و من بهش گفتم که میخوای این، دست نزدم بهش و نشونش که دادم دید قشنگ تو همون کاغذ اصلیش و اینا هست، گفتم اینو میخوای؟ گفت بله، خیلی هم تشکر کرد و برگشت رفت بشینه همونجا که بخوره. خدا شاهده وقتی اومدم تو ماشین عشق از چشام اومده بود و به خودم یک کمی داشتم فوش میدادم که مرد ناحسابی چرا بر نگشتی وقتی این گفت پول نداشتم براش یه خوراک. با $5 و $6 بله میتونیم با $5 یک کسی سیر بشه، یک کسی شاد بشه، ولی میریم هزاران دلار خرج میکنیم، دیگران رو میبریم دادگاه تا ثابت کنیم بهش که من درست گفتم تو غلط گفتی. این مهران صدری زمانی که من باش بودم، آقای مصطفی زاده گوش کن، $18,000 به اضافه آقای فولادوند کلا سر من گذاشتن، هی گفتن چک داره میاد تو هوان تو آسمون اینا. یه روزی بهش گفتم آقا دیگه اگه پول ندی من میبرم دادگاه. خندید گفت آقا دادگاه آمریکا که بی دادگاهه. بعد آقای سوربی، مهران صدری و سعید کاووسی هم میشناسن، گفت آقای سوربی تو میخوای گوش منو بگیری دور حیات بدوینی؟ گفت یادت باشه خودت هم باید همراه من بدویی، خودت هم خسته میشی. و دیدم واقعا درست میگه. خدایا چی بگم. آقای کاووسی کجا برنامه داری قربان؟
من چند تا برنامه در مورد خلقیات ایران دیدم از شما، واقعا جالبه. هر چند یکم ناراحت میکنه حقیقت هموطنان رو، اگر همینجا هم ببینمتون خوشحال میشم. خب دوستان عزیز، 100 دلار مالیات و نمره خرجش با خودت باشه عزیزم. 100 دلار چی؟ اصلا 200 300 دلار هم میدیم به خودت، تا این برابر 5 دلار برای چیزا خرج کن. دوستان اجازه میدید من اینجا برنامه رو تموم کنم یا بازم بگم؟ خب برای این دوستمون بهروز، ما اون قسمتی رو که فیلم پر کرده بود، الهی قربونه بود، علی تراوی هم دوست از کالیفرنیا با ما هم عزاش، این عزای بشریت، ما با حال انسانیت داریم گریه میکنیم. نمیدونم کم کم به فکر رفتم اگه بشم آخوند شاید بیشتر بتونم پول در بیارم به ملت کمک کنم، که اولش به خودش آدم کمک میکنه. چقدر قشنگ گفت این آقای حسین محمد، مرسی. حرف تو بود که منو به اینجا انداخت، حرف تو بود که گفتی آدم وقتی این کارو میکنه درست خوشحال میشه. من یادم افتاد دیروز این، و بعد اون احساس گناهی که مرد حسابی، خب تو تنت بیل میخورد 5 دلار میدادی یه خوراک جدید برای میگرفتی، ولی اون میدونست که من که نشستم اینجا قاشق و چنگال و نمیدونم فلان. ای خدایا. بله، یه فیلمی آقای نادر دورمانی پول داده به مزدوراش. دوستان کلمه مزدور کلمه بدی نیست، استفاده بدی که ازش ما میکنیم بد شده. من شما اگر به هم پول بدی بگی آقا من 100 دلارت میدم فردا صبح بیا واشنگتن منو از ایستگاه قطار سوار کن، من فردا مزدور شما هستم، یعنی شما مزدی دادی منم در مقابل مزد دارم انجام وظیفه میکنم. آقای دورمانی وقتی خودش حرف نزده، وقتی داده به یک کسی نوشته یا خودش نوشته بعد داده به این خانم خونده، اونی که فیلم گرفته مزدور آقای نادر دورمانی بوده، حقوق بگیرش بوده. این خانم که من فکر کردم اون خانم الهامه، چیه؟ احتمالاً جراح پلاستیکشون یکی بوده یا آرایش زنونه ایرانیا یه شکل، نمیدونم وسایل آرایششون یه جا. من به اشتباه گفتم خانم الهام، دوستمون بهروز از کانادا گفته نه آقا این خانم سحر امانی هست، و متاسفانه این خانم سالها در همون تلویزیونی که تو این برنامه حتی اسمش رو هم نگفتن داشته کار میکرده، و اگه اون تلویزیون شهرام همایون کانال یک که من برداشتم این بود اینقدر بد بود، خانم شما چرا سالها اونجا وایسادید؟ در هر صورت ایشون گفته اسمش چی بود؟ سحر امانی. یک خانمی لطف کرده بود یه پیامی گذاشته، اونم درباره همین بود. اگه اجازه بدید و من بتونم پیداش کنم پیام ایشون رو هم پخش کنم. وقتی ما پیام یک کسی رو پخش میکنیم، این نشون میده ما داریم ازشون تشکر میکنیم. حالا سوال اصلی اینه که ما بتونیم پیداش کنیم. بله، کجا بود؟ از 416 بود، از کجا بود؟ خدایا چرا من این پیاماری که میذارم اینجا، آها شاید این 925 بوده ایریا کد، بذارید ببینیم همینه، فکر کنم 27 ثانیه. دوستان نگاه کنید، آقای توری من از کالیفرنیا زنگ میزنم سان فرانسیسکو، اسمم لیلا، راجب اون خانوم نمیدونم شاید حالا بهتون گفته باشم، اون خانوم اسمش ساحل امانیه و برنامه افق شاهزاده رو اجرا میکردن میکنن هنوز، و ایشون زمنان باهایی هم هستن، و همین خواستم میگم اگه کسی بهتون نگفته گفته باشم بهتون. خدا بریم. من از شما بسیار ممنونم. ببخشید. از شما بسیار ممنونم. خیلی خوشحالم که بیننده‌ای مثل شما دارم. ولی خیلی جالب شد. اون بهروز از کالیفرنیا کانادا میگه اسم ایشون سحر هست.
شما گفتید ساحل، نه ساحل امانی. جالبتر این که شما گفتید این خانم مجری برنامه های افق شازده بوده، گویا افق شازده دوستان غروب کرد و حالا ببینیم کی میخواد شازده باشه. و اما دوستمون سید یوسفی نوشته آقای سوربی، آخه دوستان و ایرانیان عزیز میگن آمریکا مدینه فاضله است و گدا ندارد و ضمناً دادگاه‌هایش عدالت‌خانه است، اما شما در این برنامه هر دو مورد را به چالش کشیدید، لطفاً کمی توضیح دهید. من واقعاً جا خوردم. جا خوردم، بزنم درست میکنم آخر جملتو، اجازه بده دوست عزیز من، گرامی یار من، بله اجازه بدید، من فکر نمی‌کنم با این همه فود بانک، به به صبر کنید، صبر کنید، به به موضوع خیلی جالب شد. دوستان همتون بیان با اسکایپ بیارمتون اینجا. آقای سوربی برای همه خوندم لطفاً، من واقعا جا خوردم. ببین آقا، منی که تو آمریکا نشستم اگر از روی گوگل بیام چیزای آمریکایی رو به شما نشون بدم، اگه بیام بهتون نشون بدم که چقدر بیگناه تو آمریکا میره زندان، بعد از 30 سال، بعد از 25 سال، بعد از 40 سال آزاد میشه، هیچی هم بهش پول نمیدن، وقتی میاد تو خیابون میگه من میخوام برگردم زندان چون من نه کسی رو دارم نه کسی به هم کار میده. من اگر از تو همین گوگل برای شما بزنم که 87% آمریکایی‌ها they live check by check pay check by pay check، دیگه شما که نمیتونی ایراد بگیری، میتونی؟ من اگه ازتون و از همینجا بهتون بگم که چقدر این فود بانکی که شما میگی، ماجرای فود بانک که کلیساها دارن با ماجرای فود استمپ که الان اسمشو عوض کردن، کمک دولتی کاملا فرق میکنه. و یادتون باشه درباره خوبی کلیساها، یک مرد جوانی هست که 50,000 نفر رو یک شنبه ها میاره تو سالن بزرگ ورزشگاه، و حالا شما ببینید از این 50,000 نفر اگه یه توف بندازن طوفان را میفته، چه پولایی میگیره، ولی همین پدر سوخته در کلیسا رو باز نکرد مردم بیان داخل. خب حالا بذارید با هم بریم روی این صفحه هند. خیلی ممنون دوستان، اینجوری که شما میان به برنامه ما هم دوام میدید هم قوام میدید، نه اینکه خدای نکرده اگه شما نباشید ما در مغازه اونو میبندیم میره، نه اینکه مثل تلویزیون هایی که میگن خب اگه شما نیستی دیگه منم برم، من اما برات 8 ساعت حرف میزنم، و همیشه هم گفتم اینایی که میگن 8 ساعت حرف میزنم معمولا مزخرف میگن، ولی من برات 2-3 ساعت برنامه خوب اجرا میکنم، کاغذامو دارم، نوشتهامو دارم، یکی یکی میارم بهتون با سند نشون میدم. بیایید با هم دیگه بریم یک سفری روی اینترنت، ما این صفحه رو برای شما بیاریم و شما ببینید دیگه. اینجا میگن ریل تایم، ریل تایم یعنی در حالی که من دارم اینجا میبینم شما هم میتونید ببینید، اما کمرای 3. اوکی، من اینجا میزنم، اینجا از یوتیوب میارم اتون بیرون. این برنامه دیشبه که بهتون گفتم، هنرپیشا و اونها همه اومدن، 1 ساعت دوستان، نه 4 ساعت، 5 ساعت، نه آقای شازده رو بیارن، 10 تا مجری تلویزیون بیارن، نه اون برنامه افتضاح زلزله ایران بیارن، نه اون برنامه افتضاح پول جمع کردن فرخزاد بیارن برای اسرا یا برای پناهنده های ایرانی، بعد شایع بشه دزدی کرد و خورد و رفت و اینها. ببین دوست عزیز، شما میتونید یا توی گوگل یا توی خود سرچ باکس بزنی که مثلا how many people use چی میگن به اون چی میگن welfare welfare in US. اوکی، میگیم که چقدر آمریکایی‌ها از welfare استفاده میکنن، یا اینجا گفته کیا از این خدمات دولتی، کمک های دولتی استفاده. وقتی میگیم کمک های دولتی اینم اشتباهه، یعنی حقیقتا اینا کمک های ملی، مردم پول میدن به دولت، دولت میده به اونا. این کار رو قبلا کلیسا انجام میداده و متاسفانه دولتی ها چون مذهبی هستن نمیان به کلیساها بگن دیگه حالا شما چرا از مردم پول میگیری، و متاسفانه تر از این کلیساها مالیات پرداخت نمی کنن دوستان.
پدر سوخته ها همشون جتای شخصی دارن. حالا ممکنه علی ترابی دوستمون توی کلیسای کوچیکی بره، اتفاقا از لحاظ کمک و اینها خیلی به هم دیگه کمک میکنن، ولی برید دنبال این مگا چرچا ببینید چه سوء استفاده هایی میکنن، چه جوری از زنایی که اونجا هستن استفاده، سوء استفاده. پریست هفته پیش بود زده زنشو کشته، بعد زنگ زده به پلیس میگه که من دوای سرماخوردگی خوردم، وقتی بیدار شدم دیدم با چاقو زنمو کشتم. حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد لابد یه پولی هم از اون داروخونه، یعنی از اون شرکت داروسازی بگیره. اینجا نوشته که Who is on welfare? 9 shocking states یا استات اباوت پابلیک اسیستنت. دوستان اینجا نگاه کنید، آمارا رو قشنگ بهت میگه. ببین استادی بای دی یونیورسیتی اف کالیفرنیا ات برکلی نشون میده که چقدر، چند نفر، چه پولهایی و الی آخر. اما گفتم تون فود استمپ عوض شده، اینا رو خودتون بزنید نگاه کنید، نمیخواد من بهتون بگم. اسمشو گذاشتن SNAP SNAP، دلیلش هم Supplemental Nutrition Assistant Program، میگه یعنی شما خوراک خودتون رو گیرتون میاد میخورین، ما کمک میکنیم از لحاظ ویتامین و اینها، قدتون کوتاه نشه، پاتون کوتاه نشه. میدونید که آدم های فقیر مثلا به خاطر تحریم هایی که آمریکا روی بچه های عراق گذاشت، بچه های صدام حسین که مرده، که دیدین چه همشون مفت میخوردن، بچه های عراق بودن که رفتن تو تحریم، قدشون 1 اینچ یعنی 2.5 سانتی کوتاه شده، کوتاهتر از جنریشن قبلیه. در صورتی که جنریشن به جنریشن، نسل به نسل قدها بلندتر باید بشه. خب ببینیم آقای مجید گرامی، در تمام دنیا این کمک ها وجود دارد و در ایران هم خیلی بیشتره، حتی تو ایران واقعا بدون بیشتر کمک کنه، اما تعجب از این است اقتصاد بزرگ اول جهان درش بیکار و گر. قربونت برم، 2 هفته پیش خانم شایسته الهامی مقاله ای رو آورده بود توی نشریه، نوشته بود، حالا بذار همینجا تحصیم اینجا نپریم این وقت شراخ. ببین دوستان تمام این آمارا رو شما میتونی این ورور بخونی. ببین میگه که بیشتر از 20% of the US population receive public assistance. بیشتر از 20، شما بگو 20، 66 میلیون، 330 میلیون نفری، 20%ش میشه 66 میلیون از این کمک ها استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی شما مکدونالدی که میری، اون کارگر بدبخت صبح ساعت 4 با دوچرخه اومده اونجا، مجبورش میکنن پیرن این رنگی، کفش این رنگی، شلوار این رنگی، که بعض وقتا پول این پیرن و شلوار اینا رو خودشون باید بدن. این آقا اگه 40 ساعت کار کنه، 40 تا $7 خورده، بگو حالا 40 تا $10 میشه $400، 4 هفته میشه 4 تا $400، $1600. شما به من بگو این $1600 این آقا چجوری میتونه زندگی کنه؟ میره از اینجا کمک میگیره. اونی که تو والمارت کار میکنه، اگه هفته 50 ساعت کار کنه، که نمیذارن کار کنه، به جای 1 نفر استخدام کنن 2 نفر استخدام میکنن که به هیچ کدومشون بیمه ندن. دوستان بشریت، انسانیت رو به نابودیه به خاطر اون 1% و 10% دیگهی که برای اون 1% کار میکنن. برنامه من اگه دنبال میکردید بهتون نشون دادم که ما فکر کردیم 1% و 99%، بعدن دیدیم نه خیر، 1% هست و 10% که عمله و اکره اونها هستن و 89% که مثل من و شما خودشونو به آب و آتش زدن اومدن آمریکا، و خیلی از ماها نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارن. خیلی از اینایی که تو آمریکا زندگی میکنن برای اینه که میگه آقا من برگردم ایران، من الان دیگه فارسی ایرانم بلد نیستم صحبت کنم. من بهتون گفتم سالها پیش، سال 2005، 11 سال 12 سال پیش، 3 هفته رفتم ایران، عوض سیگار کردیم، یه سیگار برداشتیم اومدیم بالا، یادمون رفته بود فندک یا کبریت بیاریم، یه آقایی داشت سیگار میکشید، بهش گفتم آقا من میشه من کبریت تو به من میدی؟ میگه اصلا بلد نیستم حرف بزنم. بعد دست کرد تو جیبش، فندک رو در آورد، سیگار ما رو روشن کرد. من سیگاری نیستم، ولی ما مثل همون خواصگاره که هر وقت عرق میخوره سیگارم میکشه، هر وقت تریاک و فلان اینا اینجوریه.
خلاصه بله، از نظر حداقل حقوق در آمریکا واقعا کم است. درود بر مرد بیریا و حقیقت گرا سوربی بزرگوار و از خداوند سلامتی را برای شما آرزومندم. ممنون و متشکرم. بله، این دوستمون گفت که آقا همچین که ما سیگار رو روشن کردیم، گفت آقا شما آمریکا زندگی میکنی؟ ببین چقدر اینا باهوشن. این سیگاره یه سیگار بلکنتنه، بوی توتون پیپ میده. من حتی تهش رو کنده بودم، بعدم میاد اون قسمت پلاستیک شد. این سیگاری هم هست که سیاه‌پوستا دوست دارن. من اصلا از طریق کارگرای سیاهی که داشتم با این سیگار آشنا شدم. از این سیگاره فهمید که من آمریکا هستم. من بهش گفتم شما از کجا فهمید من از آمریکا اومدم؟ گفت آقا 20 سال تو ایران هیچ که نمیگه کبریت، همه میگن فندک، و شما تا گفتی کبریت من فهمیدم که از یه جای دیگه اومدی. سیگاره رو که روشن کردی از بوش فهمیدم آمریکا. حالا شما بشین اینجا، آقای حمزه پور میخواد برای ما آقای ترامپ رو ببره ایران. مرد حسابی، این مردک دیوانه کابینه خودش هنوز نتونسته درست کنه، تازه حالا نوبت اینه که دامادشو بندازه بیرون. قبل از اینکه عصبانی تر بشم و یه وقت تلویزیونای شما بشکنه و کامپیوتراتون منفجر بشه، اجازه بدید از دوستانی که ما بودن تشکر کنم، سعید کاووسی عزیز، دیگر دوستان، و امیدوار باشم در برنامه‌های آینده با ما باشید. اگه خواستید برنامه خودتون رو داشته باشید. راستی امروز برای آقای رایان نوشتم آقا ببین شما قرار شد ویدیوی من رو ورداری بری از روی این ویدیو یه ویدیو یا خنده‌دار یا مسخره یا انتقادی درست کنی بیاد. الان یک هفته است رفتی، حالا ببین چقدر سخته. وقت ما هر دو روز یک بار درست سر ساعت مثل کفتر حرم، این کفتر حرم دون میپاشیدن، سر ساعت میایم شما دو بعد از ظهر. اگر امکانات مالیتون بهتون اجازه میده دوستان، برای اینکه ما مستقل باقی بمونیم، من خوشحالتر میشم شما $10 $20 بفرستی، یه ویدیو بفرستی بگی آقا اینو نشون بده، اون چیزی رو که شما دوست داری، به ویدیوهای بهرام مشیری رو دوست داری، آقای حالا هلاکویی، اونجوری راحت تره. نخواستید حمایت کنید. آقای هلاکویی یه ویدیویی داشت با آقای فرامرز فروزنده و آقای آریانپور هم اینو لطف کرد برای دوستان ارسال کرد. آقای پتیک هم یکی از اون دوستانی که این ویدیو رو دیده بود از من سوال کرد نظرت راجع به این آقای هلاکویی چیه. اگه اشتباه نکنم آقای هلاکویی هم همشهری منه، هم بهائیه. ضمن این که برید ببینید یا از خودش بپرسید بهائی‌ها و اینها با هم چه دردسری داشتن، چی میگن حالا دادگاه کشیش نمیدونم، وقتا تو ایران میگفتن یسار کشی. بعد بهش گفتم ببین آقای هلاکویی آدم خوبیه، به عنوان یک شخص، به عنوان یک دکتر، به عنوان کارشناس خانوادگی میتونه نظرش رو بگه، ولی به عنوان کارشناس سیاسی اقتصادی اینها نمیتونه بیاد بگه. و وقتی میاد میگه شاه خیلی آدم باهوشی بود، نابغه‌ای بود، این داره دروغ میگه، داره میترسه از شاه اللهی ها، و الا شاه کجا باهوش بود؟ آخه شما یکیتون که باور دارید شاه باهوشه بیان جلو تا بفرستمتون دنبال نخودسیا، بگم آقا شما به چی میگی هوش؟ هوش ذکاوت به چی میگی؟ آقا شیطون باهوش تره یا 124,000 تا پیغمبر؟ اصلا شیطون باهوش تره یا خدا؟ من میگم شیطون باهوش تره. همه اینا رو انگشت به دهن، که میدونید منظور از انگشت به دهن کجاست، همه اینا رو انگشت به دهن نگه داشته یه شیطون. خب این زیرکه، این باهوشه. آخه این باهوشیه آقای هلاکویی که من سال 1974 بیام بگم که 1979 که شد من قرارداد نفت رو تمدید یا تجدید نمی کنم؟ مرد حسابی تو چی کاره هستی؟ وزیر نفتی؟ وزیر چی هستی؟ بعدم اونا بگن چه سالی گفتی؟ 1979 که بذار ببینیمش اینجا 1979. دوستان یادتون میاد شاه رو چه زمانی با چه خفتی کردن بیرون؟ 1979. از اینکه با من بودید ممنون و متشکرم. روز و روزگار بر شما خوش. امیدوارم که بگردید تلویزیون‌های خوب رو پیدا کنید و راحت باشید. ببینم این چی نوشته. از نظر قانون کار فقط همین پدرسوختگی و خوردن حق کارگر رو در ایران خوب پیاده میکنن. بله ببینید آخوندا درست کپی استثمار و این کلمه استعمار یعنی عمران آبادی بد شده، غلط شده.
کلمه استثمار رو آخوندا یاد گرفتن، مردم رو مشغول گذاشتن این بدو کلاه اونو برداره، اون بدو کلاه اونو برداره، سه تا کار بکنن، همه رو گذاشتن سر کار این که آقا خونه من یه طبقه باشه، حتما دو طبقهش کنم، حتما ویلا داشته باشم در شمال، حتما کنسرت‌ها رو در خارج برم. و اینجا بهش میگن keep up with Joneses. شب که تلویزیون نشون میده میگه فلانی این ماشینو داره، تبلیغاش نشون میده طرف داره ماشینشو میشوره، اون یکی میاد با ماشین نو میره، این میاد میگه بذار خانمش میگه بریم ماشین بخریم. keep up with Joneses به فارسی میشه چشم هم چشی. دوستان عزیز ممنون، متشکرم. باور کنید خیلی امروز راحت شدم، احساس راحتی میکنم و اگر تونستید کمک کنید، نه به من، من که گردن کلفتم ماشاءالله. مگه ندیدید آقای سهراب چمنارا گفت آقا ما اومدیم ویرجینیا با این کشتی بگیریم، حالا ما همچی هم گردن کلفت نیستیم، ماشاءالله آقای فیلابی گردن کلفت. البته تو ایران میدونید به گردن کلفتا چی میگفتن. خداحافظ، کمتر از این دشمن درست کنیم. مرسی که با من بودید. روز روزگار بر شما خوش.